سلام دارم خدمتتون جناب قادری، جناب فاضلی. ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. ما به نظر میرسه که بعد از سال 98 و انتخاب 98 مسئله عدم مشارکت جمعی برای بخشی از مردم به عنوان یک کنش سیاسی معتبر شکل گرفته تو دوره اول انتخابات ریاست جمهوری 1403، انتخاباتی که روز جمعه برگزار شد، هم ظاهرا این کنشگری دست جمعی به یه نقطه ممتازی رسیده بود. در حداقل به نظر میرسه که حاکمیت هم از این وضعیت راضی نیست و این رو به عنوان یک کنش سلبی لحاظ میکنه. ما برای اینکه بتونیم ارزیابی بکنیم، احتمالاً برای خیلی از شهروندان، دانشجوها، اساتید این سوال هست که توی انتخابات، حداقل مرحله دوم انتخابات پیش رو و انتخابات آتی، آیا مشارکت در این انتخابات میتونه ثمرات مورد نظر ناراضیان و معترضان رو به نحو تدریجی تأمین بکنه، یا عدم مشارکت در انتخاباته که میتونه یه افقی رو برای تأمین اصلاحات و تغییرات مد نظر این گروه شکل بده؟ خب اون سوال اساسی اینه. به نظر میسه برای بخش قابل توجهی از مردم هم مسئله مهمی باشه. برای اینکه به این سوال جواب بدیم، احتمالا ما هم نیاز داریم که یه نگرشی در مورد تاریخ تحولات نظام سیاسی کنونی داشته باشیم، چون از انتخابات 76 تا الان به نظر میرسه که مسیر قابل توجه عجیبی طی شده، و از طرف دیگه هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت مردم و مطالبات مردم. جناب قادری، اگه موافقین ما با حضرت عالی شروع بکنیم. شما این دو عرصه رو چطور تحلیل میکنیم و به نظر شما کنشی که میتونه به معترضان و ناراضیان کمک بکنه تغییرات مد نظرشون رو تأمین بکنن، از کدوم مسیر شروع میشه؟ فقط من یه تذکری هم بدم، این برنامه داره به صورت زنده پخش میشه، اختلالات اینترنت هم خیلی زیاده، همیشه زیاد بوده، از هفته گذشته هم خیلی بیشتر شده. اگر قطعی وصلی چیزی باشه، ما چیزی حذف نمیشه، فقط ناشی از همین اختلالات اینترنت. اگر پیش اومد احیانا ما فایل اصلی رو هم بارگذاری خواهیم کرد. عذرخواهی میکنم جناب قادری، در خدمت شما هستیم. بله، من با سلام به خانم ها و آقایانی که مخاطب برنامه هستن، خود شما، دوستانتون و آقای دکتر، من یک نوبت، یعنی اولین باری که در برنامه شما شرکت کردم درباره انتخابات بود. موقع انتخابات مجلس بود، من موازم رو گفتم. حالا ممکن از بعضی جهات باز تکرار بشه، از این جهت عذرخواهی میکنم، ولی اهمیت بحث اینقدر هست که تکرار اون ارزش شنیدن رو داشته باشه، چه از سوی من چه سوی دوستان دیگری که در این مقوله صحبت میکنم. من خودم اولوهش شاید 40 سال 38 9 سال هست که توی انتخاباتی شرکت نکردم، یعنی شاید از معدود آدمایی هستم که این زمان طولانی در هیچ انتخاباتی، یعنی حتی 76 هم شرکت نکردم. آخرین انتخاباتی که شرکت کردم، شاید بگم از چه جهت برای من خودم نوعی سرخوردگی بود، انتخابات مجلس بود. موقع آقای خمینی بودن، ایشون خیلی پرشور مردم رو به در واقع شرکت در انتخابات تشویق میکردن. اون موقع شعار اینم بود که نذارید اسلام آمریکایی در ایران مستقر بشه، یعنی به اسلام محمدی رای بدید، اسلام آمریکایی نه. و خیلی تبلیغات گسترده اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی یک در واقع چیزی بود که مرتب در صحبت ایشون و خیلی جای دیگه گفته میشد. نسل من شاید یادشون بیاد، یعنی قایتاً باید یادشون بیاد که در اون زمان رقابت اصلی برای مجلس و چه بسا ریاست مجلس بین دو نفر بود، یکی آقای هاشمی رفسنجانی بود، یکی آقای محمد یزدی، شیخ محمد یزدی. و اون موقع من که با نسل در واقع بعضی دانشگاهی ها دانشجو سر کار داشتم، تصور خیلی ها بود که آقای خمینی تحت عنوان اسلام آمریکایی داره شیخ محمد یزدی رو میگه، ولی حالا به ملاحظاتی نمیتونه آشکار بگه، مستقیم بگه و چه اتفاقی رو بخواد صورت بده. خیلی هم اعتماد به نظام اون موقع زیاد بود، برخلاف امروز که اعتماد در واقع به حداقل خودش و حتی منفی رسیده، حتی زیر صفره. اون موقع اعتماد زیاد بود، یه شوری هم در مردم، جوانها، دانشگاهی ها، در اونایی که من باشون سر کار دارم پیش اومد. آقای هاشمی رفت مجلس،
خب حالا انتظار داشتیم که با اسلام آمریکایی که ما رای دهندگان وضعیتون روشن کردیم، خود آقای خمینی هم روشن بکنه، ولی یه اتفاق عجیبی صورت گرفت. آقای خمینی شیخ محمد یزدی رو گذاشت شورای نگهبان، یعنی یکی رفت اسلام محمدی رفت مجلس، اسلام آمریکایی هم رفت شورای نگهبان. برای من اون پرسش جدی بود، البته پرسش های دیگه هم شروع شده بود، ولی میخوام اون پرسش جدی بود که نظام انتخاباتی در ایران چه وضعیتی رو داره. وقتی به قانون اساسی بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که رئیس جمهور خیلی از ارج و قرب خوبی برخوردار نیست، یعنی قدرت چندانی نداره. عمده قوا، عمده اختیارات و امکانات در اختیار رهبری است و این یک تعارض و ستیز خیلی همیشگی در بین مواد قانون اساسی و طبعا انعکاس اون در عالم بیرون وجود داشته. ولی بعد از فوت آقای خمینی، چون هنوز برخی شخصیت‌های با وجاهت سیاسی و قدرت رقابتی زیادی در صحنه بودند، از جمله خود آقای هاشمی، انتخابات ریاست جمهوری یک جورایی باز اتکا به صندوق بود، یعنی صندوق میشه رو صندوق حساب کرد. این آقای خامنه‌ای در موقعیت نبودن که بتونن انتخابات رو زیر چتر کنترلی خودشون در بیارن. اینا رو به دفاع از آقای هاشمی نمیگم، دارم شرایط رو توضیح میدم، امیدوارم که مخاطبا به این نکته توجه داشته باشم. خب هاشمی خودش یک یلی بود، یک قطبی بود در سیاست ایران، حتی انتخاب خود آقای خامنه‌ای تا حد زیادی مرهون اون جملات خیلی تاریخی آقای هاشمی بود که حالا سندیت چیه و چگونه است، اون خودش بحث جدایی و گسترده بود. به هر حال هاشمی بود. بعد از آقای هاشمی، خب آقای خامنه‌ای خیلی سعی کرد که انتخابات ریاست جمهوری رو تحت کنترل خودش در بیاره. من یادمه که اون موقع تو صحبت از این بود که بعد از دور دوم، دور سوم هم آقای هاشمی بتونه کاندیدا بشه که قانون اساسی اجازه نمیداد. ایشون هم خیلی پشت سر ایستاد که قانون اساسی اجازه نمیده. خیلی تبلیغ شد روی آقای ناطق نوری. اینو بیشتر برای جوان‌ها میگم که بدونن تاریخچه چه شکلی است. از اون زمان که آقای هاشمی انتخاباتش در واقع سپری شد، آقای خامنه‌ای همیشه یک نفر رو به عنوان کاندیدای اصلی داشت، یا بعضی موقع تا دو نفر رو، ولی به هر حال یک نفر رو در انتخاب نهایی بر عهده داشت و دوستش ایشون بشه و همه تلاشش هم به خرج می‌داد که این کار بشه، ولی به دلایلی نشد. نه ایشون قدرت لازم رو در اون زمان داشت، جسارت سیاسی و اراده لازم رو داشت، نه امکاناتش خیلی براش فراهم بود. و از اون طرف هم چون آقای هاشمی خودش رئیس جمهور بود، خیلی سعی میکرد که صندوق های جوری مراقبت بشه، خیلی دست رقیب نیفته، چون رقابت دیگه خیلی جدی شده بود دیگه، بر رغم ظاهر قضیه که در بیرون بود، رقابت آقای هاشمی خامنه‌ای یک فضای دیگری به خودش گرفته بود. برای همین شعارهایی هم که داده شده بود، شعارهایی بود که جذب آرای مردم رو میکرد، انگیزش ایجاد میکرد، بحث جامعه مدنی، بحث این، و هنوزم انقلاب نیروهاش تازه نفس بودن، یعنی فرضاً 76 بخوایم حساب بکنیم، خیلی سنی نگذشته بود، تازه هم از دوران جنگ بیرون اومده بودن، تازه نفس بودن. آقای خاتمی به هر دلیلی از صندوق در اومد. بعد از اون دیگه امکان ریاست جمهوری به عنوان یک حوزه‌ای که بشه به صندوق‌ها اعتماد کرد کم و کم و کمتر شد. یعنی آقای خامنه‌ای و طرفداران ایشون، حالا هر گروهی که بخوان باشه، من در ادامه راجع به اونا اشاره تو خواهم داشت، سعیشون بر این بود که ریاست جمهوری رو نه به عنوان یک قوه‌ای که در قانون اساسی رعایت شده، بلکه به عنوان یک زیر مجموعه داشته باشن. چیزی که زمان شام اتفاق افتاد، هویدا میگفت من نخست وزیر نیستم، من معاون نخست وزیرم، یا میگفت در ایران یک نفر بیشتر قدرت نداره، پس نفر دوم اینا رو هم نکنید. این اتفاق به تدریج در ایران هم رقم زده شد. یعنی آقای خامنه ای با امکانات که در اختیار داشت، حالا چه امکانات قانونی که خیلی گسترده بود، از زمان شام امکاناتش گسترده تر بود، چه به شکل فراقانونی و با استفاده نیروهای سرکوب، نیروهای سرکوب در خیابان‌ها و هر امکانی که بود، یعنی قوه قضاییه، نمیدونم محاکمات و غیره و غیره، تونست بر قضیه مسلط بشه. یعنی وقتی که این به تدریج که میگم جلوتر اومدیم و همیشه سعی داشت که کاندیدای مورد علاقه خودشو حاکم بکنه.
برای همین 84 هم که انتخابات به دور دوم رسید، بین آقای احمدی نژاد باز آقای هاشمی که خودش یک بلوای سیاسی رو بعد به دنبال داشت، 88 که سعی بسیار زیادی شد که یک انتخابات باز متکی بر صندوق انجام بشه که نشد، و حاصل اون بود که آقای مهندس موسوی الان 14-15 ساله در زندان خانگی در واقع به سر میبره و میلیون ها ایرانی که رأی دادن خب رأیشون هیچ ارزشی در واقع نداشت. بعدم اتفاقات بعدی که افتاد، حالا من به اونا کار ندارم. اوجش 1400 بود، خب آقای رئیسی که حتی حاضر نبودن یه کاندیدای شکلی و سوری هم در کنار ایشون برای گرم کردن ویترین انتخابات پذیرا باشم. من حرفم اینجا دو مقوله میخوام بگم. یکی این که قدرت اصلی دست آقای خامنه ای و زیر دستان ایشونه، یعنی مثل سپاه، مثل خود بیت، مثل و متمرکز در قوه قضاییه هست، در نمیدونم مجلس هست، در خیلی جای دیگه هست، بودجه خیلی زیادی که ایشون در اختیار خودش داره، امکانات فوق العاده ای که داره، اصلا بی معنا کرده صندوق انتخابات رو، چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری. خود ایشون هم به کرات با یک لحن تحقیرآلودی گفتن حالا یه نفر انتخاب میشه برای ریاست جمهوری، یعنی نه شأنی نه حرمتی نه چیزی برایش در واقع بود. در همین راستا خب بحث دولت یک پارچه پیش اومد که خیلی در واقع در ذهنیتشون هستش، زنده است، تازه هستش. ولی بعقید من یک اتفاق مهمتری صورت گرفته که امروز در کنار سلطه‌ای که آقای خامنه‌ای بر امور داره و اجازه نمیده آدم‌های دیگه در واقع بیان، حتی انتخابات 76 به هیچ عنوان، حتی انتخابات احمدی‌نژاد دوره دوم به هیچ عنوان، در این اصلا شدنی نیست. ولی یک اتفاق دیگه به عقید من در حال رقم زدنه که من چند سالی است که هر بار فرصت داشتم در گفتگاه خودم، در مصاحبه خودم به اون تاکید کردم، اونم بحث جانشینیه. حقیقت اینه که در ایران امر جانشینی ظاهرش یک وضعیت قانونی داره، میگن مجلس خبرگان باید این اتفاق برش بیفته، ولی حقیقت اینه که در ایران قانون و قانون مداری حرف اولو نمیزنه، حتی حرف دوم سوم هم نمیزنه، و امر جانشینی بسیار مهمه و گروه هایی که چه در به چه در دفتر سیاسی سپاه، چه در مثلا جبهه پایداری، هر جایی که بوده باشن یا مورد علاقه خود آقای خامنه‌ای باشن، در راستای جانشینی تلاش میکنن. و به عقل من انتخابات به سمتی است که باید در راستای جانشینی معنا پیدا بکنه برای حاکمیت. یعنی اینطور که بعضا دوستان میگن نه انتخابات صندوق مستقل، نه ما انتخابات ریاست جمهوری داریم که بتونه شأن قانونی حتی آن چیزی که در قانون اساسی رو اومده بخواد داشته باشه و اونو رعایت بکنه. بحث جانشینی مهمه، یعنی ما هم که ببینیم خود چیزی اتفاقی که بر بیت آقای خمینی افتاد، آن چیزی که بر بیت آقای هاشمی افتاد، طبعا آقای خامنه ای ملاحظات خودشو داره و اجازه نمیده که بر بیت خودش این اتفاق بیفته یا بر اون چیزی که به عنوان به اصطلاح دستاوردهای خودشون میدونن این اتفاقی بیفته. برای همین من فکر میکنم که انتخابات ریاست جمهوری اصلا وجاهت قانونی که نداره هیچ، تشریفاتی شکلی و موضوعیت نداره. حتی ریاست جمهوری در قسمت بعدی صحبت هم اشاره میکنم هیچ گونه کارایی و کارآمدی لازم هم نداره که بخواد حقی از حقوق مردم رعایت بشه یا مناسباتی رو بخواد برقرار بشه. من فکر میکنم که هم در 12 دقیقه صحبت کردم، فعلا شاکل بحث همینه که یعنی خلاصه اختیارات دست آقای خامنه ای است، ریاست جمهوری کاملا محل و اعتبار خود چه دست داده، دوم بحث جانشینی بسیار مهمه و اجازه داده نمیشه که ریاست جمهوری مستقل و منفک از جانشینی داستان خود چه داشته باشه. بله جناب فاضلی، صورتمندی جناب قادری برای مبناست که صندوق رای و انتخابات ریاست جمهوری از طرف یه سمت این بازی، یعنی حاکمیت، به نحوی ساماندهی شده که نتایج خاصی برای تغییر ایجاد نکنه. ولی سوالی که من از شما دارم اینه که آیا سمت دیگه بازی، یعنی رای دهنده ها و مردم، میتونن از این ابزار به شکل دیگه استفاده بکنن یا نه؟ و البته پیش از پرداختن به این سوال به نظرم لازمه که همون جوری که جناب قادری هم اون سیر رو ذکر کردن، شما اگه صلاح میدونین توضیح بدین که ما حداقل بعد از انقلاب این سیر
قهقرایی رو چطور طی کردیم و آیا میتونیم از بازگشت معکوس صحبت بکنیم یا نه؟ من اول سلام میکنم خدمت بیننده های شما و جناب دکتر قادری و همکارانتون و شما، خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم توصیفی که آقای دکتر قادری کردن، صرف نظر از درستی یا غلطیش، روایت غالبه. خب، و این روایت غالب چیزی به ما اضافه نمیکنه، یعنی به دانایی ما درباره وضعیت موجود و جایی که میخوایم بریم اضافه نمیکنه. این اون روایتی است که همه جا هست. خب، باید یکم برگردیم عقبتر و بریم از یه جایی سوال رو بپرسیم تا بتونیم یه راهی به سوی آینده ببریم. خب، من سوال از اونجا شروع میکنم و دوست دارم آقای قادری هم وارد همین بحث بشن. اینکه چرا انقلاب ایران سر از یک اقتدارگرایی انتخاباتی به معنای امروزی در آورد؟ حالا این اقتدارگرایی انتخاباتی تو اون برنامه‌ای که من خدمت شما بودم با آقای دکتر بخارایی توضیح دادم، یه مدل اقتدارگرایی که توش انتخابات هم برگزار میشه. حالا این انتخاباتش یه موقع‌هایی جدی‌تره، تو روایت آقای دکتر هم بود، مثلا انتخابات آقای هاشمی یا انتخابات آقای مثلا خاتمی، یه موقعی خیلی دیگه سوریه، مثل انتخابات سال 1400. اما این سوال مهم هست، چون تو روایت خودشون هم میگن دیگه، میگن شاه هم همین جوری بود و هویدا میگه من نخست وزیرم نیستم، معاون نخست وزیرم. بعد این وضعیت مردم انقلاب کردن و بعد اون انقلاب دقیقاً به روایت ایشون اون ساختار و حتی بدترش رو بازتولید کرده. درسته؟ ما رو به آینده که میخواییم بریم، به نظرم باید به این سوال پاسخ بدیم که چگونه انقلاب 57 که در اصل با آرمانهای آزادی خواهانه، دموکراسی خواهانه، توسعه خواهانه امثال خود آقای قادری شکل گرفت. ایشون تو اون گفتگوی قبلی که با شما دارن میگن که اون جمله‌ای که از آیت الله خمینی برای من خیلی مهم بود، این که در بهشت زهرا گفتن که اون نسل قبلی چه حقی داشته برای ما مثلا قانون اساسی تعیین کنه. من اون موقع میگن 21 سالم بود، داشتم نگاه میکردم، خیلی برام خوشایند بود، برای اون آرمان در از حاکم شدن بر سرنوشت، خب در دل جوان 21 ساله اون موقع هم بوده دیگه. خب، من اون زمان رو تجربه نکردم، اون موقع که انقلاب شده من 3 سالم بوده و ادراکی از اون وضعیت، ادراک زنده ندارم، تجربه زیسته آگاهانه ای ازش ندارم. ولی این سوال مهمه، چی شد به اینجا رسید؟ خب، این سوال چرا مهمه؟ چون هر پاسخی که بهش بدیم میتونه این پاسخ برای آینده ما هم مهم باشه، بالاخص در سایه این گزاره که امروز بزرگترین متخصصای مثلا حوزه دموکراتیزاسیون یا حوزه اقتصاد سیاسی توسعه حرفشون اینه که نظام‌های اقتدارگرا وقتی مواجه میشن با فروپاشی و با انقلاب، در بهترین حالت یکی عین خودشون جایگزینشون میشه. یعنی شما این جمله صریح نورسه که ما نمیتونیم بگیم بعد از انقلاب عربی جزئیات در لیبی و سوریه و بقیه چی میشه و جزئیات، ولی در یه چیز مطمئنیم. این جمله رو کی میگه؟ 2011، یعنی در اوج انقلاب عربی که همه چشمها خیره شده بود به انقلابات عربی که داره دموکراسی در خاورمیانه رخ میده، میگه ما نمیدونیم که جزئیات در لیبی و سوریه و اینا چی میشه، ولی یه چیز رو مطمئنیم، یه اقتدارگرایی جدید میشینه جای اقتدارگرایی قبلی. اتفاقا پیشبینیشون امروز میدونیم درست در اومده، یعنی مصر سقوط کرد به اقتدارگرایی، بیشترشون رفتن تو جنگ داخلی، لیبی رفت تو جنگ داخلی با یه اقتدارگرایی جدید، بهترینشون که تونست بودن بالاخره با کودتا برگشت به اقتدارگرایی. خب، چه چیزی باعث شد که انقلاب 57 برسه به این نقطه فعلی؟ ببینید، از زاویه مطالعات دموکراسی و مطالعات توسعه نگاه کنین، رژیم شاه یه میراث نهادی برای انقلاب 57 گذاشت و مطالعات دموکراتیزاسیون نشون میده که میراث نهادی که حکومت فعلی برای حکومت بعدیش میذاره به شدت تعیین کننده است. میراث نهادی که شاه
برای انقلاب 57 گذاشت من اصلی ترین آیتم هاشو اینا میدونم. یک، هیچ قدرت متوازن کننده جامعه در برابر حکومت وجود نداشت. یعنی نه سازمان سیاسی وجود داشت، نه سازمان حزبی وجود داشت و نه یک سازمان اقتصادی بخش خصوصی قوی. اون میزان بخش خصوصی هم که قوی وجود داشت، حالا قوی که نبود چون خودشا هم مداخله میکرد تو اقتصاد اینها، همون هم خورد به ایدئولوژی افراطی چپگرا و یک اسلام چپگرا مایل به کمونیستی، اونم رفت تو مهاجرای مصادره و یک اقتصاد دولتی. یعنی بعد از انقلاب 57 شما مواجهین با یه دولت یک کتا در میدان اقتصاد، با یک ایدئولوژی چپگرا و با یک اسلام تندرو. این میراثه. دو، حکومتی که ظرفیت تأمین کالای عمومی کافی هم نداشت، یعنی یه نرخ خط فقر بالا، به علاوه این که در بخش عمده ای از کشور نمیتونه خدمات کالای عمومی رو ارائه کنه، بنابراین ظرفیتش پایینه. از بهداشت و سلامت و همینا به شدت ظرفیت پوپولیسم داره، کما اینکه دولت‌های بعد از انقلاب همشون به درجاتی پوپولیستی هن. یه نظام حزبی منسجم و قوی برای ممانعت از پوپولیسم و تولید ایده برای اداره کشورم از شاه به ارث نرسید. شاه آخرین بار همه احزاب رو تعطیل کرد، یه حزب رستاخیز درست کرد، گفت همین که هست و بقیه هم میخواید پاسپورتاتون رو بگیرید برید. درسته؟ اینم یه میراثه. به علاوه انقلاب سبب یه حمله خارجی شد، حمله عراق به ایران، و نظامیان را به بالاترین سطح قدرت در ایران رسوند. یعنی نظامیای بعد از پایان جنگ در سال 67 همون نظامیای ارتش نسبتاً غیر سیاسی تر سال 57 نبودن. همه اونایی بودن که مدعای اینو داشتن که کشور رو ما حفظ کردیم، ما میراث همه چیز اسلام و اینا رو، و آیت الله خمینی هم گفته بود اگر سپاه نبود اسلام هم کشور هم نبود. درسته؟ و این کشور با این میراث نهادی که به ارث رسید به انقلاب 57، یعنی آنچه که شاه باقی گذاشت و آنچه که بعد از جنگ اتفاق افتاد و آنچه که در جریان مصادره ها و دولتی شدن اقتصاد رخ داد و آنچه که ظرفیت پوپولیسم ایجاد کرد و تهدید امنیتی که بین سالهای 57 تا 60 رخ داد و نهایتاً حکومت رو به سمت نظامیگری و خشونت برد، ظرفیتی ایجاد کرد که انقلاب 57 به این معنا قفل شد روی همین مسیری که تا الان اومده. به علاوه اون ایدئولوژی و اون ظرفیت جامعه‌ای که نمیتونست با حکومت به توازن برسه، قانون اساسی محصول همون توازن است، یعنی محصول همون عدم توازن است. یعنی عدم توازنی که وجه ملتش کمه، وجه حکومتش خیلی قویه. او فصل حقوق ملتش خیلی ضعیفه، او فصل حقوق حکومتش و حقوق رهبرش خیلی بالاست. درست؟ ببینید این توضیحی که دادم چرا مهمه. ایران آینده از امروز سرنوشتش همون گونه که ایران بعد از 57 به شدت تحت تأثیر میراث نهادیه که شاه باقی گذاشت، یعنی یک نظام حزبی که نبود، ساختار اقتصاد دولتی با مداخله‌ای که شاه صورت میداد و بعد مصادره‌ها و بعد جنگ و بعد قدرت گرفتن نظامی‌ها و پرورش ایدئولوژی‌های افراطی، ایدئولوژی‌های افراطی چپگرایی که تا حتی نظامیگری از دهه اواخر دهه 40 شکل گرفته بودند، به علاوه یه پوپولیسمی که بسترش و نطفش در انقلاب بود و بعدش هم ادامه پیدا کرد. ایران امروز همون وضعیت رو داره. یعنی ایران آینده تحت هر شرایطی از جمله فروپاشی یا انقلاب یا هر گذار خشونت آمیزی، من میخوام بگم همون اتفاقی میفته که در بقیه خاورمیانه افتاد. یعنی همون جمله نورسه، جمله دیگرانیه که درباره اقتصاد سیاسی این تحولات صورت گرفت. حتی کار مثلا یه کاری مثل کار لویتسکی درباره انقلاب ها و استبداد، استدلال صریحش همین کتاب 2021-1920 تا انقلاب رو بررسی کردن و خیلی صریح استدلال میکنن، 600 صفحه استدلاله، که انقلاب ها
به دلیل ماهیت خشونت بارشون و به دلیل ایدئولوژی خشونتشون و به دلیل افراطی بودن ایدئولوژی هاشون یک اقتدارگرایی جدید و پایدار رو جایگزین اقتدارگرایی قبلی میکنن. و ایران امروز هم در سایه همین باید تحلیلش کرد. یعنی ما همه آن ظرفیت های نداشته‌ای که انقلاب 57 رو به اینجا رسوند، هر تحول غیر مسالمت‌آمیز تدریجی هم ایران امروز رو به یه جایگزینی بدتر از اینی که الان هست میرسونه، چون اتفاقا ظرفیت‌های خشونت و افراطی‌گری و اینا بیشتر شده. یه دلیلش هم اینه که فقر در کشور بیشتر شده. ایران شاه تحریم نبود، ایران شاه تحریم نبود، ایران شاه نسبت به کشورهای اطراف خودش وضعیت بهتری داشت. یعنی وقتی ایران شاه وجود داشت، امارات و عربستان و کویت و عراق و ترکیه و اینا وضعشون امروز اینجوری نبود. میزان انباشته خشونت و عصیانی که در ایران 57 هست کمتر از ایران امروزه. و بنابراین هر استراتژی پیشنهادی برای ایران امروز و برای مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت در انتخابات باید بگه تکلیفش با ایران 57 چیه، موضعش نسبت به ایران 57 چیه و چه پتانسیل هایی در ایران 57 وجود داشت و چه چیزایی نبود که رسید به اینجا. حالا هر توصیه ای از امروز رو به آینده ایران میکنید، باید بگید در ایران امروز چه چیزی هست و چه چیزی نیست، و بر اساس آنچه که هست و آنچه که نیست آینده ایران رو چگونه میبینید. بنابراین من به همین دلیل میگم اون توصیفی که آقای دکتر قادری کردن شرح وضع موجوده، خب، و دانسته‌ای فراتر از آن چیزی که میدونیم و به ما اضافه نمیکنه، مگر اینکه الان بگن که تحلیلشون از ایران 57 و مسیر طی شده چیه و بر اساس آنچه که در این 43 سال 45 سال شکل گرفته ایران آینده رو چگونه میبینن با چه داشته هایی و با چه نداشته هایی. بسیار خوب جناب قادری، خیلی ممنون. ببینید، من پرسشی که جنابی داشتیم بود که وضعیت انتخابات شرکت یا عدم شرکت بود. من مقوله‌ای که در موردش گفتم در مورد ایران و وضعیت تاریخمندی ایران، من در گفتگو با شما نکته بقیده خودم مهمی رو توضیح دادم، در جای دیگه هم گفتم، یه مقدار شاید تکرار باشه ولی باید گفته بشه. من توضیح دادم که ما به جهت تاریخمندیمون درگیر یک امری هستیم که اون امر ولایت من نامیدم. یعنی معتقدم، حالا آقای دکتر بر اساس مطالعات جامعه شناسی انقلاب دارن توضیح میدم، من بر اساس بومیسازی همین مطالعات، یعنی وضعیت ولایتی که چه در قالب سلطنت خودش نشون میداد، یعنی به هزینه مردم در اختیار یک قدرت متمرکز قدسی مآب، چه در بعدن در قالب جمهوری اسلامی که ولایت فقیه و کاملا اومده حوزه‌های اسلامی رو به آن خودش اختصاص داده. من اینا قبلا گفتم، حتی گفتم که نیروهای چریکی هم در ایران، چه مجاهدین چه فدایان، اونا هم یک گونه ولایت مآب بودن و هستن. این مجاهدین امروز هم نوعی ولایت مآب هستن. اون میزان از فدایان که در واقع اومدن دموکرات شدن، یه مدار شرایطشون فعلا متفاوته. اتفاقا نظرم بر همینه. یعنی ما دوچار یک بنبست تاریخی شدیم، یا تاریخی بودیم و تاریخی هستیم، اونم امر ولایتی که در زیست اجتماعی ما و حالا به شکل مشخص در زیست سیاسی ما مرتب باز تولید میشه. حالا در قالب سلطنت بود، بعد در قالب ولایت بود و ولایت فقیه و ولایت مطلق در واقع فقیه این امر انجام شده. من فکر میکنم که اون انقلاب 57، یعنی اگه بخوام بر اساس توضیحات های دکتر حرکت بکنیم، اصلا یک انقلابی نبود که برای ما مؤثر بوده باشه. من هم این عقیده رو به یک معنای دیگه دارم. میخوام بگم که دارویی رو که ما فهم میکنیم برای درد استبداد، استثمار، وابستگی، امپریالیست در سال 57 انتخاب کردیم، خودش از اون درد بدتر بود. یعنی به این معنا دارم میخوام بگم. ولی حقیقت اینه که انقلاب ها منطق خودشونو دارن. یعنی رضایت یا نارضایتی منطق خودشو داره. یعنی شاید اگه همین استدلال آقای دکتر اونجا می‌بردن، یک کسانی هم بودن مثلا حتی سید حسین نصر، که به این معنا که ما بیایم همین اصلاحات در داخل این انقلاب میتونه کارو بدتر بکنه.
میتونه آدم مستبدتری رو سر کار بیاره، کسی رو با قدرت فائقه بیشتری سر کار بیاره، یعنی بدین معنا. حالا هم احساس من اینه که آقای دکتر نگرانشون بر اینه که اگه درست فهمیده باشم که ما هر جوری شده باید میزانی از مهار و کنترل روی نظام اجرایی کشور داشته باشیم تا سرعت اون کتابمون به سمت اون دیکتاتوری محض و فروپاشی در واقع وحشتناک کند بشه. برای همین میگم که باید در انتخابات مثلا شرکت بکنیم، رای بدیم و چه اتفاقاتی صورت بگیریم. اگه من درست فهمیده باشم، یعنی همچین حاصل جمعی رو باید ایشون در ذهنشون داشته باشم. ببینید، من دو سه نکته رو اشاره میکنم. به جهت شناختی، معرفتی و گفتم موقعیت اجتماعی تاریخ مندیمون، ما موزل بزرگ ولایت رو داریم و این موزل بزرگ ولایت تا زمانی که در ذهنیت مردم و در نظام زیستی ما حل نشه یا حداقل کاهش بسیار زیادی پیدا نکنه، ما دوچار همین موج در واقع فروبسته هستیم. یعنی ممکنه که از این نظام ولایت هم اگر بخوام به همون صورت خودمون ادامه بدیم برفتیم مثلا به طالبان. مثال دارم میگم، چه ما باید بتونیم از نظام ولایت اگر میخوام برگردیم به یک نظام های انسانی دموکراتیک با حساسیتی که نسبت به آزادی، عدالت، حقوق، جنسیت و غیره هست، من فکر میکنم باید نظام ولایت رو به حداقل ضعف خودش رسون و حتی با اون وداع کرد. خب این یه نکته است، یعنی این خیلی مهمه که باید بهش توجه کرد. نکته دوم اینی که من توضیح دادم که نظام انتخاباتی کاملا در اختیار و در سازماندهی و در اون نوع تدارکاتی است که نظام ولایت الان عهده داره و حتی جانشینی عهده داره. یعنی ما موقعی میتونیم از انتخابات به عنوان یک عامل مستقل نام ببریم و بگیم حضور مردم مؤثره که بتونه صندوق‌ها اعتبار و شأن خودشونو داشته باشن. یعنی اینه، آقای دکتر باید بتونن به ما نشون بدن که اگه بخوام در مشارکت شرکت بکنیم، صندوق‌ها از این اعتبار برخوردارن. یعنی صندوق‌ها به چه معنا دارم میگم؟ سریع بخوام بگم، یکی صندوق‌ها از اعتبار لازم، یعنی تعداد آرایی که به صندوق ریخته میشه، ما به ازای بیرونی داره، چنانکه اینا خیلی تردید دارن، از جمله خود من تردید دارم. دو، کسی که از این صندوق بیرون بیاد میتواند از یک سری اختیارات و امکاناتی برخوردار باشه که تغییرات نسبتاً مهمی رو در فضای سیاسی اجتماعی، حالا به معنی وسیع کلمه، جامعه ایران صورت بده. یعنی این اختیارات رو میتونه داشته باشه. حالا این اختیارات باید توضیح بدم بر چه اساسی میتونه داشته باشه، از کجا همچین تضمین نسبی وجود داره. و سوم، کاندیدا یا نامزد مورد علاقه ایشون اصلا از این جرأت و اراده سیاسی برخورداره، از این معرفت و درک برخورداره بخواد این کار انجام بده. راه حلی که من دارم میدم، من میگم مردم ایران باید به هر حال در این فرایند انتخابات متعددی که بودن، تجربه زیست 40 چند سالشون و اون زمینه تاریخی نظام سلطنتیشون، یک زمانی به نوعی خودآگاهی برسن، خودآگاهی نسبی برسن که بفهمن که جهان رو به گونه دیگر تفسیر بکنن و به گونه دیگری سعی در تغییر جهان داشته باشن، نه ولایت گونه و نه در واقع مجموعه های زیر نظر ولایت. نمیخوام این افکار خودم رو با استناد به نمیدونم شارحان غربی و دیگران تقویت کنم، چون الان موضوع داخلی است و الان میشد به نمیدونم هگل و مارکس و هر کسی دیگه هم شما میخواد بهش در واقع نگاه کرد، ولی فهم میکنم این زایمان و این زایش باید در مردم ایران بالاخره شک بگیره. اگر شک نگیره، مرتب رو به ضعف و زوال بیشتر میرن و در تحولات جهانی و شتابی که سیر امور داره، ما مرتب یک رده و یک گام عقب‌تر میریم، چنان که با انقلاب 57 خب چند قدم عقب‌تر اومدیم. در دفاع از نظام شاه و سلطنت نمیگم، در این که ما اون موقع هم عدالت میخواستیم، آزادی میخواستیم، انسانیت میخواستیم، مسئولیت پذیری حکام خودون میخواستیم، که اینا همه موزد نداشت. حتی عقب‌تر بریم، از زمان مشروطه نگاه بکنیم، یعنی اون چیزایی که اون زمان گفته میشد به عنوان شهروند، که یا یک مثلا غیر مسلم هم میتونه آدم مدنی حساب بشه نشه، اون موقع بحث بهایی و ازلی و این چیزا در واقع در اونجا بود، با یه عدالت چیه و حالا اون چیزایی که گفته میشد، آیا اقتصاد باید در مجلس بوده باشه، آیا حکومت در واقع باید مجوز مجلس و غیره داشته باشه، ما میبینیم که هیچ کدوم از این شعارهامون عملیاتی نشد. اگه از من بپرسن، من دو سه تا پاسخ براش دارم، حالا آقای دکتر در واقع اصرار بر این دارم. تا جایی که به وضعیت بومی برمیگرده، ما یک استبداد ولایت خیز داریم. این ولایتی است که خودش استبداد گراست،
خودش در واقع اصلا جنس ولایتی که ما داریم که برخاست از نوع تفسیر شیعی است، اینو بر ما رقم میزنه. که حالا میگفتم من اگه بحث باشه و لازم باشه، در زمان شام اینطور بود، گفتم گروه های چریکی هم اینطور بود. یکی هم سیر شتاب، در واقع شتاب تحولات جهانی است. حالا چه تکنولوژی بگیریم، فضای مجازی بگیریم، چه اقتصاد بگیریم، چه در هم آمیختن فرهنگ ها رو بگیریم، یک وضعیتی است که ما رو مرتب در واقع اجازه نمیده که ما یک سامان مناسب به خودمون بگیریم. این تو از یک موجی رد میشیم با یک فضای دیگه، با یک، یعنی از یک طرف با انسداد داخلی روبرو هستیم، از یک طرف در واقع با شتاب خارجی، یعنی این دو تا عامله. و بقیه، من وقتی که مردم بتوانن به نوع خودآگاهی نسبی برسن و بدونن که عوامل انسداد داخلشون چیست، و من یک زمان با شما گفتم، با دیگر دوستانم هم گفتم، در جای مختلفم اشاره کردم در کلاسام، یعنی از روی کودکسانی خودمون بتونیم برون بیاییم، از اینکه بالاخره دنبال کسی باشیم که اون بتونه برامون یه لبخند مرحمت بیاره بیرون بیاییم، و بدونیم که ما باید نهادهای مناسب خودمون شکل بدیم. ما باید بتونیم به جهت معرفتی با یک دورانی ودا بگیم و با یک دوران جدید خودمون معنوس و آشنا بسازیم تا بتونیم از اینا برگردیم. اگه غیر از این باشه شدنی نیست، یعنی این که ما ترس داشته باشیم که فرض کنید آقای جلیلی یک چیزی است، دوباره اگه استنباط من درست بوده باشه و آقای پزشکی ها میتونه یه مانع کوچیکی به سراش ایجاد بکنه، ما همچنان مثل کودکانی هستیم که دل به این بستیم که یک نفری بیاد نمیدونم دستی از ما بگیره، احیانا ما رو بتونه به یک جایی رو برسونه. ما باید بتونیم برگردیم شهروند شهروند باشی. حالا نمیخوام مطلوب و آرمانی نگاه بکنم، ما بتونیم انسان‌هایی داشتیم، صدا داشت، صدای آدمی و انسانی داشته باشیم که بتونیم خودمون در واقع قدرت خلاقیت داشته باشیم و غیره. ولایت کاملا اینها رو مسدود میکنه و مسدود کرده. و الان هم تقریبا انتخابات زیر مجموعه گفتم از امر ولایت، شرایط کنونی و جانشینی، چیزی که بعد آینده ما رو رقم میزنه. ما وقتی که رأی ندیم، اگه وقتم تموم شده سکوت کنم بعد ادامه بدیم این تیکه، چون بخش مهمیه، روش رفت و برگشت بکنیم. بعد دوباره از نظر شما ما یه مسئله ماهیتی با سیاستی که در ایران حاکم شده داریم، البته یه ریشه ای هم درون فرهنگ ما داره، از نظر شما تحول مثبت اینه که از همون فرهنگ خروج بکنیم، سیاست هم از اون وضعیت عبور بکنه تا یه تغییر ماهوی رقم بخوره؟ من فکر میکنم که، و از نظر شما یه چیزی مثل مشارکت تو انتخابات یه چیزی فقط در حد تغییرات ظاهری و عرضی و اینها که یه قدری بهتر بشه، ولی ما باید متوجه باشیم که این تغییر هیچ مشکل ما رو حل نمیکنه. من برداشتم از صحبت‌های جناب فاضلی این بود که میخوان بگن که ما انتظاراتمون رو از تغییرات محدود بکنیم، اگر درست برداشت کرده باشم، چون وابسته به ساختارهای متعددی در حوزه اقتصاد، سیاست، موازنه قدرت و مواردی از این دسته. خب ما چجوری باید این انتظارات رو تنظیم کردن؟ آیا به این نتیجه ما رو میرسونه که در انتخابات مشارکت بکنیم، یا ممکنه صورت‌های دیگه ای از مشارکت‌های در سیاست غیر رسمی رو شکل بده؟ اون نگرشی که آقای قادری معتقدن که ما باید بالاخره یه تصمیم هویتی بگیریم در مورد خودمون و سیاستمون، چه ارتباطی پیدا میکنه با مشارکت یا عدم مشارکت؟ ببینید، تفاوت دیدگاه من و آقای دکتر قادری خیلی پارادایمیکه، و آقای دکتر مسئله باز تولید استبداد و اقتدارگرایی در ایران رو میبرن به ذهن مردم، و خیلی مثلا روانشناختیش میکنن یا حتی روانکاوانش میکنن، مثلا در باب این کودکسان بودن، روحیه کودکسان بودن، یا اینکه ذهنیت ایرانی ولایت مداره و بنابراین دائما از توش داره این شاه و ولایت و اینها رو باستولید میکنه، امر ذهنیش میکنن. در که واقعیت دموکراسی توازن قواست، واقعیت حاکمیت قانون توازن قواست، توازن قوای بین اونهایی که فرادستانن با اونهایی که فرودستان هم صاحب قدرت نیستند. ذهن ایرانی امروز این روی کردی که آقای دکتر دارن دو تا مشکل داره، یه مشکل غیر تاریخی بودن داره، یه مشکل غیر تطبیقی بودن.
با این روی کرد باید توضیح بدیم که خب از بین این 200 تا کشوری که در جهان هستن سرجم ما بکوبیم رو هم دیگه 20 تا دموکراسی دارای حاکمیت قانون اگه در بیاد، یعنی همین کشورهای OECD و همین تقسیم بندی های جهانی رو هم نگاه کنید مثل پالیتی فور و بقیه اینا، اینا مثلا 20 تا کشور رو میذارن تو حوزه اونایی که دموکراتیک شدن و حالا توسعه یافته هم هستن یا مثلا سطوح بالایی از توسعه یافتگی دارن. بقیه یا اسمشون هست بلاک دموکراسی یا اسمشون هست مثلا اقتدارگرایی مرکب یا مثلا هیبریدی یا همچی چیزی. سوال، در 180 کشور دیگه دنیا هم این ذهنیت ولایت مدار داره کار میکنه و بعد مثلا تو این کشورهای اطراف خودمون مثلا در عربستان سعودی هم اگه الان مثلا دموکراسی وجود نداره، در کویت و در امارات و در بقیه اینا، اینا هم اون ذهنیت ولایت مدار داره اقتدارگرایی رو باز تولید میکنه. یه نکته، این بچه تطبیقیشه، یعنی مثلا شما کره جنوبی سال 1961 تا 1987 هم ذهن ولایت مدار داشت مانع دموکراسی میشد، امروز در کره شمالی هم ذهن ولایت مدار داره این کارو میکنه. بالاخره باید بگیم این، مگه اینکه بگیم شما یه تئوری دارین میگین یه فقط درباره ذهن ایرانیه، یعنی این یه باز بریم تاریخی نگاه کنیم آیا واقعا ذهن ایرانی امروز کودکسانتر از ذهن آدم بریتانیایی سال 1688 و انقلاب شکوهمنده؟ یعنی ایرانی از 400-350 سال بعد از انقلاب با شکوه که یک نوع گذار به یک نوع نظام پارلمانی با یک حاکمیت بیشتر فرودستان بر فرادستانه، ذهن ایرانی امروز بعد از اینستاگرام و تلگرام و فضای مجازی و این میلیون دانشجو اینا هنوز یه ذهن کودکسان داره؟ بعد این کودکسان اینم بچه غیر تاریخیشه. خب و بعد این بالا پایین رفتنهای میزان جدیت انتخابات رو همین تئوری توضیح نمیده. علل قاعده ما باید اینو توضیح بدیم که در 40 سال گذشته این کودکسانی ما کم شده یا زیاد شده؟ اگه ما یه عالمه دانشجو داشتیم، اگه دسترسی به فضای مجازی داشتیم، مسافرت ها بیشتر شده و ذهن ایرانی انقدر رشد پیدا کرده که 60% تو همین انتخابات 8 تیر نرفته رأی بده، درسته؟ پس شواهد نشون میده که این کودکسانیه کم بیشتر نشده. این نسل زدی که الان شما باهاش مواجهین اصلا تن به اقتدارگرایی نمیده، اصلا با استدلالش و شیوه مواجهش با شما متفاوته. پس ما اون چیزی که آقای دکتر میگن با شاهد ما به واقعیت نمیخونه. ایرانی از 40 سال پیش تا حالا این کودکسانیش، ولایت مداریش کم شده، چون اصلا دیگه زیر بار این اقتدارگرایی نمیره، 6 دفعه ریخته تو خیابون اعتراض کرده، تو جنبش زن زندگی آزادی اومده کف خیابون اعتراض کرده. پس ما نمیتونیم بگیم این ایرانی سال 1403 کودکسانتر از ایرانی سال 1376، کودکسانتر از ایرانی و ذهنیتش ولایت مدارتر از سال 68، درسته؟ اما وقتی روند انتخابات رو نگاه میکنیم میریم انتخابات 68 و 72 و 76 خیلی جدی تره تا انتخابات سال 1400. پس این ذهنیته نیست که داره اونو بازتولید میکنه. اون چیزی که آقای دکتر داره بازتولید میکنه عدم توازن قدرت حکومت و جامعه است. این ذهنه هر چه قدم کودکسان نباشه، من اصلا الان ولایت مدار نیستم مگه اینکه شما بگین با یک نیروی دارین که تشخیص میدین که من ذهنم یه جایی کماکان دوست دارم برای خودم قهرمان بتراشم. نه، اصلا دنبال قهرمان نیستم. به رؤسای جمهورم به عنوان قهرمان و یه کسی بیاد من از این وضعیت نجات بده نگاه نمی کنم. میلیون ها ایرانی هم همین جوری هن. اون چیزی که من ندارم ابزار قدرتیه که با او قدرتی که بر من حاکمه بتونم برابری کنم. من اصلا نمیخوام دست به دامان کسی بشم، نمیخوام هم کودکسان باشم، نمیخوام هم کسی قهرمانی بیام نجاتم بده. بارها خودم حداقل نوشتم اصلا تصور نمیکنم رؤسای جمهور کسانی هستن مثل قهرمانان میان ما رو نجات میدن. اصلا رؤسای جمهور و هر مقام انتخاباتی در هر دموکراسی، حالا چه دموکراسی بلوکه شده، چه دموکراسی هیبریدی، چه دموکراسی واقعی، بدون اون مردمی که پشتش هستن که اصلا هیچی نیست.
ببین این تئوری نمیتونه توضیح بده که چگونه ایرانیان در 40 سال گذشته ذهنشون رشد کرده، دانشجوهاشون بیشتر شده، کتاب بیشتر خوندن، با دنیا بیشتر آشنا شدن، کودکسانیشون علل قاعده کمتر شده، اما وضعیت دموکراسیشون بدتر شده. و نکته بعدی، این کودکسانی، این ذهنیت ولایت‌مدار رو چجوری بسنجیم؟ چجوری بفهمیم یه موقعی کم شده؟ ببینید این تئوری تهش بنبسته و تهش از اساس به زبان پوپری غیر قابل ابطاله. چون شما تا وقتی این اقتدارگرایی هست و مردم به او دموکراسی دست پیدا نکردن، شما میتونی بگی اینا هنوز ولایت مدارن و کودکسانن. لحظه ای که او گذار صورت گرفت و دیگه او دموکراسی رخ داد، شما میتونید بگید که دیدی گفتم وقتی اون ولایت مداری تموم بشه این تحول رخ میده. شما این متغیر مستقل کودکسان بودن و ذهن ولایت مدار و باستولید کننده رو کجا، در چه ساحتیه؟ در ساحت روانکاویه؟ در ساحت فرهنگ سیاسیه؟ اگه در فرهنگ سیاسیه، شما باید بتونید با فرهنگ سیاسی بسنجیدش. مثلا یه کاری مثل کار آرموند و وربا برین توی مثلا سیویک کالچر بسنجید، ببینید این ایرانی ها آیا واقعا ولایت مدارن؟ خب من دو دوره نتایج پیمایش ملی فرهنگ سیاسی ایرانیان سال 85 سال 97 رو میارم خدمتتون میذارم که ایرانیا با سنجه‌های متداول اقتدارگرایی به هیچ عنوان اقتدارگرا نیستن. هر دو دورش خودم پژوهشگرش بودم. اگه ایرانیا تن به اقتدار میخوان بدن، اصلا اقتدار بالا سرشون رو اکثریت رد میکنن. این سنجه ولایت مداری رو چجوری میسنجیم؟ و باید شما توضیح بدین که این ذهنیت چگونه میشه تئوری شما رو ابطال کرد. و نکته بعدی، اگه اینجوری باشه، ته این تئوری از اساس آقای دکتر بن‌بست نیست؟ یعنی این هیچ تونلی، هیچ نوری ته این تونل این تئوری نیست، چون ایرانی ها ذهنشون همینجوریه و باز تولید به گمان من ژانر خلقیات ایرانیانه. یعنی ژانر خلقیات مگه چی میگه از جمالزاده تا به امروزی ها؟ ایرانی ها دروغگوان، ایرانی ها ریاکارن، ایرانی ها دزدن، ایرانی ها کمکارن، ایرانی ها تنبلن. اصلا کار به شواهد تاریخیش هم ندارم که حالا ایرانی هایی که مثلا تنبل و کمکار بودن چجوری 400 هزار کیلومتر قنات کندن یا تو این کویر سخت ایران زنده موندن و زندگی کردن و تمدن ساختن. اما ببینید این که بگیم ایرانی ذهنش ولایت مداره، همون ادامه ژانر خلقیات ایرانیانه. نکته مهمش اینه چگونه میشه تغییر کنه؟ ابزارش چیه؟ اصلا ابزارش چیه؟ تک تک، چون الان ظاهرا این ابزارهایی که تو این دنیا متداول داشتیم اثر نکرده دیگه. با این تئوری رفتیم دانشگاه، این میلیون دانشجو داریم، بازم ولایت مداریم. فضای مجازی اومده، این همه خوندیم، بازم ولایت مداریم. تو ایران سالی 100,000 عنوان کتاب چاپ میشه. کتابایی که تو دنیا هم کمتر خونده میشه تو ایران چه؟ تو ایران امروز الان 10 ساله که پادکست ها همینجوری دارن ذهن مردم رو تغییر میدن. اگه با همه اینها ذهن ایرانی از ولایت مداریش نمیاد بیرون، پس چگونه میاد بیرون؟ و بعد کی میفهمیم که ای اومده بیرون؟ چون اگه اون لحظه‌ای که دموکراسی محقق شد شما بگید آها دیدین حالا که دموکراسی محقق شد پس دیگه ذهنش ولایت مدار نیست. نکته بدترش اینه، دموکراسی تو خیلی از کشورها میره جلو، تو همین امواج دموکراسی، همیشه امواج دموکراسی موجه دی دموکراتیزیشن هم دارن. یعنی دموکراسیایی که رفتن دموکراسی شدن برگشت خوردن. ونزوئلا از 1958 تا دهه 90 بهترین دموکراسی آمریکای لاتین بود، بعد شکست خورد، دموکراسی شکست خورد. دموکراسی در برزیل رفت دموکراتیک شد برگشت، رفت از توش راست افراطی بولسونارو در اومد. دموکراسی در آرژانتین بارها رفته جلو اومده عقب. سوال اینه آقای دکتر، اگه ذهن ولایت مدار تعیین کننده هست، رفت و برگشت های دموکراسی رو باید چگونه توضیح داد؟ این ذهن ولایت مدار چگونه عصر خاتمی رو رقم میزنه و بعد میاد تو ذهن احمدی نژاد، بعد دوباره میره؟ یعنی این بالا پایین رفتن های وضعیت رو با مقوله توازن قوا و نبودن ساختار نهادی بیشتر میشه توضیح داد تا یه ذهنیتی که عنصر ثابتیه. بنابراین اون تئوری عدم مشارکت شما چون تأکید میکنه روی ذهن و این عدم مشارکت او ذهن رو تغییر نمیدهد،
ضمن اینکه توضیح دادم، مگه اینکه شما قانع کنید منو که اون تئوری ولایت مداری ایرانیان یه چیزیه که میتونه این بالا پایین رفتنهای اقتدارگرایی در ایران رو توضیح بده، یا میشه اندازه گیریش کرد، یا عدم مشارکت هم ابزاریه برای چگونه میشه ابطالش کرد. چگونه میشه لحظه ای رو، یعنی اگه چه اتفاقی بیفته شما میگید دیگه ذهن ایرانی ولایت مدار نیست؟ اگه موافقی الان یه مقایسه بکنیم بین دوتا صورت بندی. من برداشتم از صحبت جناب قادری این بود که یه بنیادی در فرهنگ ما دیدن که تحول سیاسی به سمت دموکراتیک شدن جامعه نیازمند تغییر اون و بعد به رسمیت شناختن اون تغییره. احتمالاً باید یه پیوندی هم داشته باشه با این عدم مشارکت در انتخابات، یعنی باید ببینیم که عدم مشارکت در انتخابات چه کمکی میتونه بکنه به اون تحول. جناب فاضلی هم چون بحث رو بنا رو بر استفاده از ابزارها و امکانات میذارن برای ایجاد توازن قوا، برداشت من اینه که احتمالاً مشارکت در انتخابات ولو به شکل محدود یه ابزار و امکاناتی رو در اختیار یه سری قشری از جامعه قرار میده برای توازن بهتر نسبت به گذشته. بفرمایید جناب قادری. من فکر میکنم برای آقای دکتر یه مقدار سوء تعبیر شده نظریه من، و بعد اون قسمتی هم که ما باید، یعنی اصلا برای همین جا نشستیم که باید راجبش گفتگو بکنیم و داریم باید دست میدیم، یعنی راجب نظریه من صحبت میشه. ببینید من نظریم مبناش این نیست، من نمیخوام تاریخ تحولات کشورهای جهان توضیح بدم. من که یه همچین دعوی کردم که بخوام راجع به حتی ظهور و سقوط دموکراسی ها بخوام صحبت بکنم، بخوام راجع به آمریکای لاتین بگم، بخوام راجع به چیزهای دیگه بگم. من راجع به موزل خودمون دارم حرف میزنم، راجع به موزل خودمون دارم حرف میزنم، موزلی که صرفا ذهنی هم نیست. چرا فکر میکنیم ذهنی است؟ من به تعامل بین ذهن و عین قائل هستم، معتقدم که وضعیت بیرونی ما تأثیر داره به وضعیت ذهنمون و بالعکس، یعنی اینو من اعتقاد دارم. من دارم راجع به ایران و تاریخمندی ایران دارم میگم، حتی راجع به اعراب هم صحبت نمی کنم. من وقتی نگاه میکنم میگم خب مثلا ما فر شاهی داشتیم، بعد اومدیم شیعه رو داشتیم، یعنی میخوام بگم بعد اومدیم ولایت از دل شیعه رو داشتیم. میخوام بگم در اینجا متناسب با شرایط حتی اجتماعیمون حتی جغرافیاییمون یک فرهنگ شکل گرفته و این فرهنگ مانع از برون شد ما هستش. یعنی ما دارم اینو توضیح میدم، من چیکار دارم الان کلمبیا چطوری است، من چیکار دارم الان به انگلیس، اون یه بحث دیگری است، اون یک شرایط دیگری هست. اگر در فرانسه انقلاب شد یه شرایط دیگری هست، یه اتفاقات دیگری رقم خورده. من که نمیدونم نقشه در واقع برای جهان بکشم. این یک. دوم اصلا بحث هم این نیست که ما کودکسان تر شدیم که آقای دکتر خیلی به تفصیل صحبت کنه، اتفاقا من معتقدم ما در حال برون شد از این وضعیتیم. یعنی همون نکاتی که شما گفتید که میتونه در واقع فکتای خود منم هم بوده باشه، همین این آشناییمون با فرهنگ، با ادب، با ترجمه، با کتاب، با دانشگاه، با تکنولوژی، با نمیدونم گروه بندی های دیگر، با خیلی چیزای دیگه. خب اینو من اعتقاد دارم، تا من معتقدم که ما در یک جایی رسیدیم که داریم برون شده خودمون رو صورت میدیم. یعنی اصلا بحث نیست ما 40 سال پیش به همون ضعف موندیم، به همون شرایط در اساس موندیم. چرا داریم برون شد؟ همش ببینید چیزای بیرونی، فکتای بیرونی دارم میگم، توضیح دادم که از تکنولوژی بگیریم، از شرایط اقتصادیمون بگیریم، از نگاهمون به جهان بگیریم، اصلا این فوتبالایی که داره پخش میشه بگیریم، با خودمون بخوایم مقایسه بکنیم با شرایط خودمون، و از اون طرف هم به ناکارآمدی ولایت مستقر بخوایم نگاه بکنیم که ذهنی نیست که. یعنی اگه ما یک زمانی هم این اعتقاد داشتیم، من توضیح دادم صحبت‌های ابتداییم که مثلا اون موقع اعتماد به حکومت بود، حالا نیست، به خاطر اینکه این ناکارآمدی است. یعنی ما داریم یک ولایتی رو که اومده خودشو به سنجش آرا خواسته بزنه، به موقعیت مندی تاریخ امروز رو میخوام بزنه، با شکست روبرو شده. من میگم اجازه ندیم این نفس تازه بکنه. حالا من توضیح خواهم داد باز به چه معنا دارم میگم، یعنی با نوع استمرار خواهی، با نوعی در واقع این اصلاحات بسیار اندک بخوایم دوباره به این اجازه زیست بیشتر بدیم. این که ذهنی نیست که این چه اتفاقی افتاده. تا من دارم به شما میگم، میگم حتی اگه آمار رسمی حکومت قبول بکنیم که من شخصا قبول نمی کنم، 37 میلیون ایرانی شرکت نکردن، که معنیش اینه که از جمعیت ایران در سال 1357 تعداد بیشتری
این اون جمعیت یه عده دیگه هم باید روش بزنیم شرکت نکردن. خیلی معلومه چیزی رو شکوندن. منم مثل شما موافقم اون چیزی که به نام نسل زده اون اصلا ولایت برشون موضوعیت نداره. من میگم اجازه ندیم با انتخابات شکلی این پوسته خودش تقویت کنه اتفاقا. من میگم بذاریم این پوسته شکسته بشه، بذاریم این برون شده ما سیر طبیعی و تکامل خودش در واقع پیش ببره. شما بر من میگید که توضیح بدید که مثلا دموکراسی، مثلا نمیخوام بگم ما از ولایت بیرون بیام حتی دموکراتیک هم میشیم، برای اینکه یک کشور دموکراتیک باشیم باید شرط خودش داشته باشیم. من بارها تو صحبتام گفتم هی باید دوباره اینجا توضیح بدم، این خیلی نظر خودم جالب نیست. ما فرصت دموکراتیک و دموکراسی شدن از دست دادیم، به جهت تاریخی از دست دادیم، ولی معنیش نیست که ای دست دادیم دوباره زیر بلیط و چتر ولایت خودمون رو، یعنی ولایت رو باز ترمیم بکنیم و عزه بدیم که حالا با این آدم یا این آدم دوباره ما بخوایم یه اندک راه بریم. آی دکتر، یعنی میخوام بگم از این بس عبور بکنیم، یعنی نه تئوری من شامل همه جهان، نه شامل حتی ایران معاصر. من اتفاقا میگم که بارها اشاره کردم که عقبه جامعه که میتونست به نفع ولایت فعال بشه در حال از دست رفتنه. همون بورژوازی یا گروه های شهری که در حال شکل گرفتن یا شکل گرفتن، اونا ولایت دارن پشت سر میذارن، ولی پوسته سیاسیش مونده. پوسته که در واقع باور به تحولات و تغییرات سیاسی چه اتفاقی بیفته با انتخابات داره پیش میره. من میگم باید با این وداع بکنیم. من اصلا مدعی نیستم، من اصلا هم چیزی نگفتم، شما به تفصیل گفتید، من البته خب رو ادب گوش کردم، حرف شما رو قطع نکردم. نگفتم ما امروز مثل 40 سال پیش کودکسانیم، همین میزان که رأی نمیده، همین که اصلا ما اینجا نشستیم گفتگو میکنیم خودش حاصل اینه که داریم از این وضعیت برون میایم. ولی شما یک نکته به من جواب بدید، این توازن قوا چه شکلی میخواد شکل بگیره؟ یعنی با انتخابات ما آقایی که نامزد مورد علاقه شماست توازن قوا رو چه شکلی، با چه امکاناتی، با چه تفسیری؟ یعنی برگردیم به موزلی که اینجا نشستیم در مورد صحبت میکنیم، این تئوری ما رو حالا هر موقع خواستی دوباره آقای احمدی دلش خواست انتخابات میزنیم کنار، دوباره میشنیم راجع به ولایت و اینا صحبت میکنیم. من میگم پوسته ولایت در امر سیاست و در امر گزینش باید شکسته بشه و مردم به این خودآگاهی برسن که رسیدن، بخشای زیادیشون رسیدن که رأی نمیدن. حالا این میزانم که درگیرش هستیم، من نگاه معطوف به اونهاست که ولایت برایشون کاری رو صورت نمیده و نظام متکی بر ولایت صورت نمیده و توازن قوایی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. شما اینا رو به سادگی از کنارش رد میشید، میگید که به من بگو انگلستان چیه. خب اون یه بحثی، اون بحث دانشگاه است، بحث کلاس هاییست که بخوایم تئوری انقلابی رو غیره و غیره رو بررسی بکنیم. من راجع به اونا بعضا میتونم حرفایی رو بگم، ولی امروز من برای شما به شکل مشخص میخوام بگم، یعنی اگر فکر وقتم هست ادامه بدم. بله بله، فرض بکنیم که آقای پزشکیان میخواد بیاد انتخاب بشه. من دارم میگم آیا ایشون میتونه، من مثلا برخی شرط ها رو میگم، برخی وضعیت ها رو میگم، میتونه متعهد به این وضعیت ها بشه برای اینکه توازن شکل بگیره؟ به عنوان مثال میگم، به این ذهنی نیست دیگه، همش عینیه داریم میرون. ایشون میتونه که در واقع به خیلی اصرار با صلابت فکر اعلام بکنه، خودش متعهد بکنه، بگه من از آقای خامنه‌ای خواهم خواست که نیروهای انتظامی فرماندهش در اختیار ریاست جمهوری قرار بگیره. برای چی؟ برای اینکه امنیت اجتماعی باید برقرار بشه. توازن قوایی که شما میخواد باید یه جور بالاخره عینیت پیدا بکنه دیگه، اینکه ذهنی نیست. شما نمیتونید زنها رو احساس بکنید در خیابان بیپناه رها بکنید، جوانان رو بیپناه رها بکنید که نیروهای انتظامی یا زیر مجموعهاش هر موقع بخوام به اینا یورش ببرن. چگونه میشه حرمت ایرانی ها حفظ بشه وقتی که اندک نیرویی در اختیار رئیس جمهور هر کسی میخواد باشه وجود نداره؟ من اتفاقا دارم به اینا که ذهنی نیست میگم، ولایت به خودش این نقش رو داده و ما اگه یک زمانی پذیرفتیم قانون و این وضعیت در قانون اساسی انجام دادیم، اونجا بحران همین نکته بود که من گفتم، ولی به تدریج در حال گذر. پس یک، آیا میتونه این کارو بکنه؟ یعنی آقای پزشکیان، حالا نامزد مورد علاقه جناب علی، میتونه؟ دو، ایشون میتونه به ما بگه، یعنی بگه که من متعهد میشم که نیروهای ایرانی رو از عراق و سوریه و نمیدونم فلسطین بیارم بیرون؟ عینی دارم صحبت میکنم، هزینه‌های زیادی که داره اونجا صرف میشه، تبلیغاتی که داره صرف میشه، مشکلاتی که بر ما در منطقه و در جهان ایجاد کرده، کشتایی که در اونجا میدین که خودش بار حسی و نمیدونم حکومتی سرکوب در اساس بیشتر میکنه. میخوام بگم یعنی تغییر آیا میتونه شامل اینا بشه؟ گستره تغییر در کجا هستش؟ سه،
آیا به جهت اقتصادی میخوایم توازن قوا برقرار بکنیم؟ میخوایم به درد چه کارگرها، چه خرده بورژوازی، چه نمیدونم درماندگان برسیم؟ آیا به جهت اقتصادی ایشون امکانش هست که یک اقتصاد شفاف و پویا رو سازماندهی بکنه؟ این بخشی که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هستش بگه باید در اختیار من به عنوان دولت قرار بدید. آیا سپاه رو میتونه از بخش‌های مختلف چه دولت، چه اقتصاد، چه نمیدونم فرهنگ، چه ورزش کنار بگذاره که بتونه توازن قواست؟ اگه نشه شکلی است. من حرفم اینجاست، اینا رو شما لطف کنید به من جواب بدید. آیا میتونه چهار میخوام اشاره بکنم، آیا میتونه که در واقع یک سیاست خیلی مؤثر در قبال صدا و سیما داشته باشه با این همه بودجه ها؟ صدایی که من بارها گفتم صدای دروغه، سیمایی که سیمای فریبه، اون میتونه بگه من میام اینو کنترل میکنم، نظارتی میکنم، نماینده رو سعی میکنم داشته باشم در اونجا، اجازه داده میشه؟ پنج، آیا میتونه، من دارم موارد هم میگم آیا این ابزارش داره یا نداره، آیا میتونه در امر دانشگاه بگه من نیروهای سرکوب از دانشگاه بیرون میذارم، از نهاد رهبری گرفته تا بحث حراستی که سرکوبگر و غیره رو؟ اگه میخوام توازن قوا صحبت بکنم، این دکتر باید بگیم ابزارش اینا، ابزارش شما نشون بدید، بگید آقای پزشکیان هم اهلشه، در قانون اساسی ما فرصت ها رو داریم، حاکمیت هم این اجازه رو میده یا مجبورش میکنیم این اجازه رو میده، خوشم بیاد به توازن رای بدید. منم به توازن رای خواهم داد، ولی وقتی تا اینا نباشه، تا موقعی که رئیس جمهور هنوز نیومده میگه من منویات رهبری رو میخوام انجام بدم، من هنوز ادامه هم پوسته سیاسی است. دوره به مردم میخوام بگیم 4 سال دیگه صبر کنید. آقای قادری من یه سوال بپرسم، این سوالات رو آقای فاضلی باید پاسخ بدن، در واقع یه ارزیابی از امکاناتی که رأی دادن و انتخاب کاندیدای مورد نظر ایجاد میکنه به ما بگن که ببینیم که اون توازن رو میتونه ایجاد بکنه یا نه. اما یه نکته هم که شما باید پاسخ بدین اینه که اگه ما اون انتخاب رو نکنیم، در واقع یک انتخاب دیگه داره انجام میشه. انتخاب عدم مشارکت چه امکاناتی در برابر مردم میذاره؟ اگه اینو بفرمایید احتمالاً تو بخش نقد آقای فاضلی میتونه استفاده بشه. ببینید من اینو میگم، ولی باز خواهش همینه که آقای فاضلی به اون نکته جواب بده. بله این که حالا انگلستان و فرانسه مثلا به اونها هیچ هر جا رسیدن نرسیدن جای خودشون باشه. ببینید من بحثم چند چیزه. یکی این که ما اگه این ذهنیت رو بتونیم در جامعه، ذهنیتی که متکی میگم به این شرایط بیرونی هست، در جامعه گسترش لازم رو پیدا بکنه، نوعی برون شد از بن‌بست و انسداد تاریخمون رو داریم رقم میزنیم. اینو دست کم نگیریم. یعنی خود این یک دستاورد مهمی است که ما بتونیم این انسدادی رو که نظام سیاسی، حالا می‌خواستم تعبیر به کار ببرم نیمه مارکسیستی میشه، مثل پوسته‌ای که در واقع روبنایی که اجازه نمیده تحولات و تغییرات در زیر صورت بگیره، باید بتونیم از این عبور بکنیم. اگه 37 میلیون به هر دلیل رأی ندادن و 20 و چند میلیون رأی دادن که من با این رأی‌ها میگم خیلی اعتقاد ندارم، باید در جهت تقویت این بکوشیم. این خودش یک امر مهمی است. یعنی اگه ما بخوام هر گونه تغییری رو در جامعه خودمون رقم بزنیم، هر نوع آینده به نسبت بهتری بر خودمون رقم بزنیم، باید بتونیم خودمون رو با این شرایط منطبق بکنیم. یعنی نمیتونیم در خواب پیشینمون فرو بریم. و من میگم اگه تا اینجا اومدیم، گامای بعدی رو بردارن مردم. یعنی اگه یک زمانی که اومدن و فکر کردن همین چیز فرض کردن که توازن قوا هست، زمان 88، زمان مهندس موسوی بود، زمان آقای خاتمی بود، نمیدونم حتی زمان نمیدونم آقای هاشمی، حالا یه جوری به شکل در واقع ابتر این بود، دیدم پاسخ نمیگیره. من حرفم اینه که برای اینکه پوسته سیاسی یه پوسته فرتوت ولی زورمند و ستمگر اجازه نمیده و انتخابات تداومونه. نکته دوم بخوام بگم محسنات بحثیه. ببینید مردم ما، خب مردمی است که مرتب دچار سرکوبن. یعنی هر بار توی خیابان میان با سرکوب روبرو میشن، اتفاقات زیادی برشون میزنه. این بخشی از این سرکوب، اینکه خیابان میان، این علامت نوع زایمان جدیده، نوع زایش جدیده، اینو دست کم نگیریم. ولی وقتی که رأی ندیم، بقیده من این رأی ندادن ترس زیادی رو در حاکمیت ایجاد میکنه، ترسی که سزاشون هم هست. یعنی اجازه ندیم که اونا فکر بکنن که یک بار دیگه اومدیم ما چرخه رو به حرکت در آوردیم، ادعا اومدن رأی دادن، یه رئیس جمهور توش در آوردیم، رئیس جمهوری که به تعبیر من با وضع جانشینی باید خودش منطبق بکنه، نمیتونه از قدرت مستقل برخوردار باشه. اگه میتونه، من 5 تا مورد گفتم، باز میتونم به اونام اضافه بکنم.
که باید بگن. سوم، خود نیروهای حاکمیت دچار ریزش میشن. ببینید یک بحثی در سیاست هست، من نمیخوام وارد یعنی بحث خیلی آکادمیک بشم، قدرت ماهیت هم پارادوکسیکاله، یعنی هم دوست داره که شکافته بشه، از هم گسیخته بشه، قطعه قطعه بشه، هم دوست داره که در واقع تجمیع در مورد صورت بگیره. یعنی این وضعیت هستش در باب قدرت. ما اگه اجازه بدیم، یعنی به این سمت تلاش بکنیم که اون پوسته سیاسی رو در هم بشکنیم، اجازه دادیم که یک صورتبندی جدیدی رو از قدرت با آوا و آرای جدیدی رو در قدرت شکل بدیم و صداهای خودمون رو در اونجا بازیابی بکنیم. یه بازارایی در نیروهای سیاسی که در قدرت هستن این کار انجام میشه. یک نکته ای رو من حالا شاید خیلی کوچیک باشه، ببینید سال 76 من یادمه، من کامل یادمه که آقای خامنه‌ای همه امکانات چه به کار برد آقای ناتنانوری بشه رئیس جمهور، که با بیت رابطه خیلی نزدیک داشت. آقای ناتنانوری الان جایی رسیده که داره به پزشکیان رای میده، یعنی فروریزش در واقع امر ولایی در پوسته سیاسی به خاطر ناکارآمدیش و به خاطر خصلت‌های خود آقای خامنه‌ای و غیره هم که وجود داره. یعنی این ما اجازه به این کارا بدیم، ولی تا موقعی که درگیر پوسته فرتود، ولی فرتودی که داره تلاش میکنه خودشو باز احیا بکنه، بازدایی برای خودش بکنه، تا اونجا بوده باشیم. بعد از اون بر قسمت های منفیش دوباره مردم 4 سال بعد 2 سال بعد بهشون چی میخوایم بگیم؟ مگه نمیدونی که میلیون ها ایرانی ده از ایران میذارن میرن مهاجرت میکنن، به اونا چه شکلی میخوایم بگیم؟ میخوام بگیم حالا دوباره این دفعه نمیدونم کیک نبود، حالا بیاد به این یکی این، میگم ابزارش نشون بده، امکانات چه نشون بده، بیام سر این بحث بکنیم. شما به من نشون بده، بیا آقای پزشکی این 5 تا رو متعهد میشه، من بعد از 40 چند سال منم میام رای میدم. بگه اگه نتونستم من 4 ماه دیگه استعفا میدم، منم معترض میشم. اگر نیست اجازه بدیم این پوسته شکننده بشه. ترسی هم نداشته باشیم که آقای جلیلی دیگران بیان. زمان احمدی نژاد همین ترس رو حقنه کردن، زمان رئیس همین ترس رو حقنه کردن. موقع ترس در واقع باید موضوعیت بر ما داشته باشه که بتونیم معالجش باشیم، ولی وقتی که نمیتونیم اینه. من میگم اقتصاد چگونه میتونه ایشون سامان بده وقتی که سپاه همه جا حضور داره، کشور رو داره اداره میکنه، بخش آقای خامنه‌ای نهادهای زیادی رو زیر چتر خودش داره، بخش زیادی از میلیاردها دلار در سوریه و عراق داره بین میره، میلیاردها دلار به خاطر اینکه از امکانات اقتصادی و مرزی و نمیدونم جهانی اون استفاده نمیکنیم در واقع داریم متضرر میشیم. ایشون باید بگه نه من میرم این خواسته هامه. بله خب میخوایم پس اینا رو آقای دکتر بفرمایید که چه امکاناتی باز میکنه برای ما مشارکت. ببینید مسئله ایران صرفا همون چند تا مسئلهی که آقای دکتر گفتن نیست. یعنی مسئله فقط این نیست که شما مثلا اون صدا و سیما رو کنترل میکنید یا نمیکنید، یا با رهبری بر سر اینکه نهادهای زیر مجموعه رهبری میان ذیل قدرت رئیس جمهور قرار میگیرن یا نمیگیرن، این مسئله ها فقط اینا نیست. در مورد اونها هم هیچ کس، هیچ رئیس جمهوری در دنیا همه نمیتونن تضمین بدن. ببینید دیگه ما از رئیس جمهور نظام های ریاستی دیگه از ریاست جمهوری آمریکا که قدرتمندتر که نداریم، که خیلی قدرت فزاینده و زیادی داره. او هم وقتی یه سری قول ها میده نمیتونه اجرا کنه، چون فرایند اجرا فرایند پیچیده ایه که نیروهای زیادی جلوش وای میستن. گفتم مثلا آقای ترامپ گفت من همه مهاجران رو اخراج میکنم، و خیلی از ایالت ها وایسادن گفتن نمیذاریم، ما اصلا اقتصادمون وابسته به این مهاجراست، نمیدونم نیروهامو از کجای جهان خارج میکنم، اون نیروهامو خارج میکنم. ارتش بعدن گزارشای داد دستش که واقعا نمیتونی از اینجا خارج کنی، و مثلا خیلی های دیگه این اتفاقا میفته. داستان سیاست اینجوری نیست که شما اون نقطه آخرتون رو هدف میگیرین. ببین اون چیزایی که آقای دکتر میگن ته تاریخ داستان ماست، یعنی اونجاییه که شما اون نظام اقتدارگراهه اگه بیاد یه کسی بتونه تضمین بده که من از فردا اقتصاد رو شفاف میکنم، که این که اصلا همون چیزیه که میخواییم. اگه یه کسی میتونست یه همچی تضمینی بده که اصلا احتیاج به کنش سیاسی نبود، که اگه میشد اینجوری شما تضمین بگیرین که شما همه نهادهای زیر مجموعه رهبری رو میارین ذیل رئیس جمهور، اگه یه همچی تضمینی دادنی بود شما اصلا که خب قبلی ها انجام میدادن.
احتیاج دیگه به کنش سیاسی نداشت. شما میرین وای میسین تو اون لحظه ای از تاریخ که همه مطلوب ها محقق شده، بعد میگین که اگر که نمیتونی اینا رو تضمین بدی پس منم هیچ کنشی نمی کنم. نکته مهم تو اونورش هم هست که با این مدلی هم که گفته میشه که شما مشارکت هم نکنید، هیچ تضمینی نداره اون اتفاق ها بیفته. یعنی شما اگه مشارکت نکردین، فکر میکنین این کشور رو نمیشه با یه اقتدارگرایی نظامی با 15% جمعیت اداره کرد؟ یعنی کیساش تو جهان وجود نداره که با 15% اقتدارگرایی نظامی میتونیم با سرکوب اداره کنیم؟ مگه نکردن بقیه دنیا؟ نکردن صدام حسین مگه نکرده بود در عراق؟ یعنی صدام حسین اگه حمله خارجی بهش نشده بود از داخل خودش فرو می‌ریخت؟ یعنی امروز کره شمالی مردم از اساس از سیاست بیرونن، هیچی نیستن، خودش فرو ریخته؟ خودش الان 80 ساله فرو نریخته که. ببینید اینجوری نیست که شما فکر کنین اون پوسته سیاسیه با یه ارتکای 10-15% هم میتونه این کشور رو تا انتها اداره بکنه. مگه اینکه شما بگین نه، به یه نقطه میرسه که از درون منفجر میشه. خب وقت دوباره برمیگردیم به همون از درون منفجر میشه که گفتم 57 از درون منفجر شد، اما میراثی که شاه گذاشته بود همون اقتدارگرایی شاه رو بدتر باز تولید کرد. ببین اون تضمینایی که آقای دکتر میخوان تضمینهاییه که در یه نظم دموکراتیک امکان پذیره، تازه تو نظم دموکراتیکش هم کامل امکان پذیر نیست. مثل مور که امروز شما بگیم بله در بریتانیا اموال ملکه و اموال خالدار سلطنتی و سرمایه گذاری هاشون و حقوق هاشون همه چیزشون شفافه، ولی این ته تاریخ دموکراتیزاسیون ها 300 سال پیش که اینجوری نبود که. شما 300 سال پیش اگه می‌خواستی کنی، 100 سال پیش که اینجوری نبود که. شما اگه می‌خواستی کنش انجام بدی، کنش سیاسی، نمیتونستی پیش شرطش رو اینو بذاری که شما که می‌خوای بری نخست وزیر بریتانیا بشی، تضمین میدی اموال ملکه و خاندان سلطنتی و پادشاهی رو شفاف می‌کنی؟ اگه نمی‌کنی پس به چه درد می‌خوری؟ یک، بنابراین او 4-5 تا مسئله‌ای که ایشون میگن که حالا اولا موضوع مذاکره است و موضوع خود توازن قوا، یعنی شما تلاش میکنین برای شکل دادن به یه توازن قوایی که طرف فرادست رو مجبور بکنید تن به این شفافیت بدهد. اگه شما بتونید یه همچین تضمینی بدهید که یعنی رسیدید، تموم شده، اصلا دیگه موضوعیتی نداره کنش سیاسی. نکته دوم، مسئله ایران خیلی فراتر از این 4-5 تا مسئله است. شما یه مشکل توسعه نامتوازن منطقه‌ای دارید، 4 تا شهر توسعه یافته دارید، یه عالمه تو حاشیه کشورتون استانهایی دارید که توسعه نیافتن. شما مسئله آب دارین، مسئله فرونشست زمین دارین، مسئله فقدان یک توسعه بازار، یعنی یک سیاست صنعتی توسعه، شما مسئله شکل نگرفتن بنگاه‌های بزرگ تولیدی دارید، شما مسئله بیکاری دارید، شما مسئله تحریم دارید، شما مسئله توسعه نیافتگی گردشگری دارید، هزاران مسئله روی میز دارید که این مسئله ها الزاماً همبستگی 100% با اون 4-5 تا نه. یعنی شما به نظر من میگه مثلا صدا و سیما تحت کنترل رئیس جمهور نیست؟ از نظر من اصلا هیچ اهمیتی نداره، به خاطر اینکه در دنیایی که من با شما رسانه آزاد صحبت میکنم 200,000 تا ویو میخوره، حالا صدا و سیما میخواد تحت کنترل من باشه میخواد نباشه، اینستاگرام وقتی من یه حرفی میزنم 1,000,000 نفر میبینن، حالا صدا و سیماش هم کلا دنبال اینه که خودش یه کانال تو اینستاگرام داشته باشه، موضوعاتشو تیزراشو تو اینستاگرام پخش کنه، حالا صدا و سیما اصلا تحت کنترل رئیس جمهور نباشه، خب نباشه. ببین مسئله کشور نباید گیر داد به این که مثلا سر اینکه حالا اون هست یا نیست. مسئله هزاران بنگاه دیگه ای هست که با یه سیاست اقتصادی نامناسب دارن نابود میشن. این که حتما نهادهای نظامی، نهادهای زیرمجموعه رهبری در اقتصاد مهمن اهمیت داره، ولی وارد شدن به اون حیطه اولا خودش تابع توازن قواست، دو چقدر در وضعیتی قرار میگیرید که از طریق سیاست مذاکراتی یا از خلق اعتماد و
پشتوانه اجتماعی بتونید وارد یک نوع مذاکره برای تحت فشار گذاشتن فرادستان بشید و چگونه میتونید از طریق توافق، این توافق هم یه مسئله کرافتینگ، یه سیاست ورزی متکی به اقتضاییه، یعنی خیلی بسته به شرایط داره، و چگونه میتونید این توافقاتی رو شکل بدید که به یه مرحله بعدتری حرکت کنید. آقای دکتر از من میپرسن که شما تضمین میدی اون توافق رخ میده، من میگم کدام رئیس جمهوری؟ من اینو نگفتم آقای دکتر. شما باز آقای دکتر نه، شما میگید که آقای من چیزی که نگفتن شما پاسخ میدید. آقای پزشکیان تضمین میدهد که اینا رو محقق میکنه؟ نه، من میگم تعهد میده، میره دنبال این کار. شما به حرف من خوب گوش نمیدید. خب من بعد حرف میزنم، شما حرفتون بگید من دوباره. نه، اون تعهده اینه دیگه، میگه آقا من میرم سر اینکه نیروی انتظامی رو باز دارم از اینکه با زنان این گونه برخورد کنه، درسته؟ این تعهده در همه رؤسای جمهور دنیا یه تعهد گفتاریه، تابع خودش توازن قواست. یعنی حتی اگه بره تو محضرم اینو ثبت کنه به شما بده، اگه او توازن قوای رخ نده، اون محضره به درد نمیخوره. که من الان بگم آقای پزشکیان بیاد پیش من و شما اینجا امضا کنه، بگه که من میرم با نیروی انتظامی به توافق میدم، نیروی انتظامی رو میگیرم، اگه فردا در فرایند قبال و توافق سازی نتونست بگیره، او امضای محضریه به چه درد ما میخوره؟ من اصلا هم چیزی نگفتم آقای دکتر. شما نه، شما میگین تعهد میدین من میرم دنبالش، او میگه من میرم. به چی خود چه متعهد میدونه؟ آخه شما ببینید دست میکنید، عذر میخوام اینو بگم، من یه چیزی میگم، شما میگید ترامپ هم نمیتونه. من میگم من میفهمم، من میگم که بنگاه اقتصادی که شما دارید میگید، میگم این اقتصادو میتونه سامان بده وقتی بخش اعظمش یا زیر نظر رهبری هستش یا زیر نظر سپاه هست، حضور مستقر سپاه در همه جا. میگم آیا میتونی اینا رو جمع بکنه؟ من نمیگم تضمین بده این کار. به من بگید من برنامه هم 5 تاست، این 6 تاست. ببینید شما نمیتونید بگید وقتی که این امکانات نداری به مردم بگید به من رأی بدید، حالا من میرم. اصلا خود چه متعهد میتونه بره با آقای خامنه وارد مذاکره بشه وقتی میگه من تابع منویاتم؟ نه دکتر، نگفتن تابع منویات. ایشون داره میگه من تابع سیاست‌های کلی نظامم. ببینید سیاست‌های کلی با منویات فرق داره. سیاست‌های کلی تو همین بوروکراسی تعیین شده، من 10 تاشو میارم خدمتتون. سیاست‌های کلی آب، محیط زیست، اینا سیاست‌های کلی آب و محیط زیست خیلی سیاست‌های خوبی هن. میایم با هم میشینیم بررسی میکنیم. مسئلهش اینه که این حکومت اصلا تا الان ظرفیت اجراشو نداشته، اصلا کسی دنبالش نرفته. ولی شما همین برنامه هفتم گفته مثلا فرض، یا برنامه ششم، 8% رشد اقتصادی، 8% بیکاری، 8% تورم. کی میگه این 8% برای اقتصاد ایران چیز بدی ان؟ یعنی شما اگه یه کسی بگه من خودم رو به این ستاد متعهد میدونم، حرف بدی زده؟ نه، اگه یه کسی بتونه 8% که هیچی، من میگم 3 تا 4% هم بتونه، یعنی رشد اقتصادی 5%، تورم 8%، بیکاریش هم 10% هم چیز خوبیه. ببینید مسئله این که شما بگید من به سیاست‌های کلی، مثل سیاست‌های کلی آب، ما سیاست‌های کلی آب یکیش اینه آب آبخوان‌ها به توازن برسن. اگه یک کسی خودش رو به این متعهد کنه، خیلی حرف خوبی داره میزنه. مسئله‌اش اینه که چجوری اینو محقق می‌کنین. ببین این خیلی فرق داره با داستان منویات یه شخص‌ها. سیاست‌های کلی مصوب از تو بوروکراسی اومده، رفته تو مجمع تشخیص تصویب شده، اغلبشون هم غیر سیاسی هن. 90%شون غیر سیاسیه. سیاست‌های توسعه صنعتی، سیاست‌های آب، سیاست‌های محیط زیست، کسی اندازه اجرا کردنش نیست، اصلا کسی اولویتش نبوده. شما الان شما تو محیط زیست ببینید سیاست‌ها خیلی سیاست‌های پیشرفته خوبی هن، کسی اجراش نمی‌کنه. بنابراین متعهد شدن به سیاست‌ها معنیش متعهد شدن به منویات یه شخص نیست. اینا خیلی با هم فرق دارن آقای دکتر. توضیح خودمو میدم. بله بفرمایید آقای دکتر. نه شما، من بگم. بله بله. ببینید بس سر یعنی نکاتی که آقای دکتر میگن، من وقتی که توضیح میدم ایشون میگم دست میکنن تو انبان تاریخ جهان چیز در میرن، میگن اینجا اینطوریه. من میگم راجع به ایران صحبت بکنیم. من وقتی که دارم در اینجا در مورد ایران میگم، میگم سپاه عملا داره کشور رو اداره میکنه، حالا به سبک سیاق خودش. یعنی حضور گسترده سپاه، شما میخواد یه صد درست بکنید، قرارگاه خاتم این کار انجام میده برای شما. بخواد نمیدونم یه ورزشگاه یه درست بکنید، فلان گروه مثلا وابسته به اونا داره انجام میده. بخش زیادی از اقتصاد اصلا زیر نظر شما نیست، شما درصدی ندارید، اصلا نمیدونید سود داره زیاد داره، چه اتفاقی داره صورت داره میگیره. من میگم شما این چیزایی که وقتی بخواد واردش بشید، حقوق مردم بخواد وارد بشید، خب نیروی انتظامی نمیذاره.
آقای خامنه‌ای در واقع نمیذاره، بحث آزادی های اندکه نمیدونم چیزو مانعش میشه. میگم یه داستان یه جا در واقع است راجع به مدرس، این داستان رو بگم بد نیست. میگم فرمان‌فرمای زمان مدرس دید گفت سه یه چنه اینقدر پا رو دوم من میذاری. گفت چیکار کنم، هر جا میرم دوم توست. خواهش شما یه جاره نشون بدید بیرون از حوزه ولایت یا در واقع آدم های اهل ولایت باشن. من وقتی که دارم راجع به صدا سیما میگم، من اینو میفهمم صدا سیما الان یک حالت ورشکسته است. اینهای دکتر به من نگید، من میدونم الان آزاد کارش از صدا سیما موثرتره، این نیاز به در واقع گفتن نه. ولی من میگم که صدا سیمایی که وجود داره، حوزه‌ای که زیر نظر رهبری، حتی نمیگم همه اونا، قوه قضاییه رو دست نزدم، ارتش و سپارات دست نزدم. من میگم میتونه رئیس جمهور بگه آ سپاه برگرده به پادگان‌ها، میتونم در واقع قسمت‌های همه آبیاری، بنگاه کوچک، بنگاه بزرگ، نمیدونم بحث ارز، بحث چی در اینطوری حل بکنم، میتونم میلیاردها دلار ثروت رو به خود مردم برگردونم، در چرخه اقتصادی در بیارم، آیا همچین اجازه پیدا میکنم؟ یعنی این اتفاق در واقع برای من میفته، یه همچین چیز ایجاد میشه. وقتی شما ملزمید که کارخونه‌ای رو داشته باشید که عقب افتادن و در واقع آلودن، سمزان، هوا رو آلوده میکنن و تظاهرات میکنن، میگن آقا رای جز این نیست، باید هوای آلوده رو تنفس بکنید، چون کارخونه ها رو نمیتونید تعطیل کنید. چرا کارخونه ها نمیتونید تعطیل کنید یا نمیتونید تغییرش بدید؟ به خاطر اینکه دچار تحریمید. چرا دچار تحریمید؟ به خاطر اینکه سیاست هایی که در رأسش آقای خامنه‌ای و دوستانشونن اجازه نمیدن. در واقع شما وقتی میخواد بیاید، وقتی ارز نیاز دارید، وقتی که دلارتون یه جای دیگه میره، میلیاردها جای دیگه میره، انرژی هسته میره، آیا اینا واقعا مهم نیستن؟ یعنی صحبت سر اینه که مثلا من میخوام بگم یه جای اقتصادی بزنم، یک شهرک درست بکنم و مطمئن باشم اون شهرک رو سپاه میاد یه جوری کار میکنم، سپاه عهده دارش میشه. شما به من بگید آقا اینا نیستن، ما مشکلات دیگه داریم. خب مشکلات دیگه چیه؟ شما اگه مردم فقیرن که شما برش دغدغه دارید، منم این دغدغه رو برای این دارم، به خاطر اینکه اقتصاد سالم نیست، به خاطر اینکه سرمایه‌دار در واقع از اون سرمایه‌دار معقول، نه سرمایه‌دار چپ و ولگر، امنیت لازم رو نداره، کارگر دچار استثمار میشه، گروه بندی‌هایی که در واقع دولتی هستن یا زیر نظر سپاه و غیره هستن، اجازه نمیدن به حقوق خودشون برسن. ایزه نمیده اصلا اقتصاد ما میدیم چقدر پول داریم. ما تمام فرصت های برون مرزی خودمون، ترانزیت خودمون رو دست دادیم، وابسته شدیم به سیاست خارجی یک زمان چین، نمیدونم روسیه، حتی در حد بلاروس و غیره. خویشون که میگه، حالا من میگم منویات، خب دارم تفسیرمو دارم در اساس دارم میگم، ایشون میگه سیاست خارجی که در حوزه ایشونه، داخلی هم که این مشکلات وجود داره، اون کارام که نه. من میگم چه تغییری قراره صورت بگیره؟ شما میگی توازن قوا، میگم امکانش داره؟ اگه امکانش داره با چه شرایط امکانش داره؟ رو چی میخواد دست بذاره؟ من نمیگم تضمین بده من کارا انجام میدم، بگه آقا این جزء برنامه‌های منه. بابا یه حق آدم شهروند میخواد رأی بده، بگه من میخوام تو خیابون بیام، نیروی انتظامی از کی فرمان میبرن؟ تو میتونه امنیت خیابونی منو تامین کنی؟ این چیز عجیبی نیست که، یه چیز اولیه است. میتونی تامین بکنی آقای رئیس جمهور، تا اگه نتونی بیه پاسمان به جهت قانونی رسما نمیدونم هر چی دستور بدی، مگه اون مثلا همطور احترام به ریاست جمهوری گوشت باش؟ خب تو کجا رو میخوای تامین بکنی؟ امنیت من، امنیت زنها کجا میخوان تامین بکنید؟ اون باید بگه که من میخوام جامعه آرامش ببخشم، میخوام ببرم در مسیر اقتصادی فعال بکنم. میگم خیلی خوب، حوزه اقتصادی تو شفاف کن. این بودجه که مملکت به سختی داره تامین میشه صرف چی میشه؟ بودجه محرمانه سپاه کجا میره؟ ارتش کجا میره؟ نیروهای سرکوب کجا میره؟ نیروهای خیابانی کجا میره؟ مال خود بیت کجا میره؟ بدون من میتونی تو این کارو بکنی، اونم در شرط تحریم. من میگم اینا رو شه به من برنگردید بگید که، ولی وقتی میگم که آقا شرکت نکنید، شما میگی شرکت نکردم، باز به من میگه چرا؟ منم معتقدم 15% نظامی اگه بیان میتونن موقتا حکومت رو اداره بکنن، من اینا اعتقاد دارم. ولی من میگم برون شدمون رو باز بکنیم. این نیست، اینطور نیستش که اگه 15% بیان یا 10% بوده باشه بتونه. اصلا ولایت و زیر مجموعش نشون دادن ناکار آمدن. من میگم آقای پزشکیان یا آقای هر کس دیگه اسم نخوام بیارم، کجا میتونه بخشی از اینا رو حل بکنه؟ معضل تاریخی ما رو حل بکنه؟ انسدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما رو حل بکنه؟ میتونه دانشگاه برای دانشجو فضای امن ایجاد بکنه؟
یا ممکنه میان سر کلاس بزننش، یا ممکنه گروه های از خیابون در دانشگاه وارد چند هر کس خواستن بزنن. خب این که حرف عجیبی نیست که این دانشگاهی که میخواد تولید بکنه، آدم تولید بکنه که اون کارگاه مورد نظر شما رو اداره بکنن، بالاخره یه امنیت اجتماعی داشته باشه نداشته باشن. آیا حق دارن که استاد بیاد در اونجا آزادی داشته باشه حرف بزنه و نمیدونم تحت نظر نهاد نمایندگی رهبری نباشه، حراست نباشه، پرونده سازی براش نشه؟ حوزه دولت هم هست. من نمیگم برو قوه قضاییه رو چیکارش بکن، نگفتم برو با مجلس چیکار کن، دو قوه رو مثلا حرفی نزدم راجع بهش. میگم ولی میتونه بگه، بره بگه آقا من نمیتونم، جامعه اگه آرامش میخواد باید نیروی انتظامی افسرانش هم من دستور بگیرن. اگه من دستور نگیرن یک جای دیگه بشه نمیشه. شما نمیتونید سیاست خارجی رو رها بکنی، هر موقع خواست سپاه موشک بزنه جای یه کاری بکنه بگه من سیاستم خوب، نمیتونید این کارو بکنید. من میگم بگید چه حوزه‌ای اختیار داره، چه حوزه‌ای میتونه بره مذاکره بکنه. اونی که من میگم نگه تضمین کنن، میگه آقا به من بگه که من این برنامه‌مه، 6 ماه به من وقت بدید، اگه نشود یا بخشش نشود من میام کنار. من میگم باش. حرف عجیبی نمیزنم که. کاری هم به ترامپ ندارم، کاری هم به جای دیگه ندارم. میدونم 100 بار بدتر از این مملکت میتونه اداره بشه. من اینو میدونم. ولی معناش اینه که اگه اینطوره شما بیاید پس هیچی نگید آقا، شما بیاید همین بالاخره یه صندوق اونجا گذاشتید. بعد شما به من جواب نمیدید. من چند بار تکرار کردم. آیا ریاست جمهوری یک امر منفک از جانشینیه؟ آیا میتونه از امکانات در واقع مختار خودش استفاده بکنه؟ آیا حاضرن اونهایی که چنگ انداختن بر تمامیت کشور از شمال نگاه بکنی، از اون گوشه آذربایجان نگاه بکنی تا گوشه سیستان بلوچستان، آیا اینا رها میکنن؟ یعنی توازن قدرت که من رأی بندازم صندوق بعد بیا چه اتفاقی؟ خب ما تمام این دولت ها هم تجربه کردیم. اون زمانی که جامعه مدنی یک جور در حال شکل گرفتن بود، مجلس نمیدونم آرای بیستایی داشتش، اینا تجربه کردیم و دیدیم چه اتفاقی. بعدش کسا همینا رو هم بستن. آیا آقای پزشکی ها میتونه تعهد بکنه من یه وزیر ارشادی میذارم که 10 تا روزنامه، نصف روزنامه جامعه و توسعه اون زمان داشته باشیم؟ یا بگید نه آقا اینا یه چیزاییه که حالا باید بره بین مذاکره بشه چه اتفاقی بیفته. میگم من برای چی باید خودم رو اینجا در واقع هزینه بکنم؟ بذارید این پوسته با عاقبت خودش روبرو بشه و میشه. جناب آدم من یه سوال اینجا بپرسم. چند وقت پیش یکی از متفکرین که خارج از کشورم هستن این رو اشاره کردن در مورد تجربه سال 76 به بعد. خب اون موقع خیلی تلاش شد که به شکل خیلی جدی اون مطالبات از پایین به بالا تحمیل بشه و جلو بره. ایشون نظرشون این بود که این فشار آوردن باعث شد که بعداً سیستم پس بزنه. یعنی انتظار ایشون، نظر ایشون این بود که ما باید در مورد انتظارات خودمون و اون مسیری که طی خواهد شد واقعاً قدر کوچکی رو در نظر بگیریم، وگرنه باید مسئولیت اون عواقب و عکس العملی که داره رو بپذیریم. آیا ما نمیتونیم در مورد همین شرایط کنونی بگیم به جای اینکه اون انتظارات و انتظارات 100 نه به قول شما 50، به جاش بذاریم انتظارات 10، ولی به جای اینکه جامعه اسیر این بشه که یه بار این به اون فشار بیاره و اون باز البته خوب قدرت بیشتری داره به قدرت بیشتری برگردونه، همین 10 مستمر بره جلو. این تصویر درستی نیست؟ حالا یه چیزی بگم شاید خنده‌دار باشه آقای دکتر یا شما. این همون ذهن است که ما میترسیم. بگیم به در رو داشته باشیم چون نمیتونیم بیش از اون برسیم. ببینید ما خیلی کار مهمی در الان جهان انجام نمیدیم و موقعیتون مرتب رو به نزول و شیبه و با این شتابی که هست وضعیتون بدتر از اینم خواهد شد. یعنی من حتی معتقدم که این شاید برخی نامید بشم ولی به عقل من دیدن واقعیت همون هست، معتقدم که الان یه دولت قدرتمنده، قدرتمند نه به معنای با سرکوبگر، این دولت میتونه بخش از خواسته مردم رو برآورده بکنه. ما همچنان وضعیتمون وضعیت ناپایداره، بی‌ثباته. در منطقه هم قرار گرفتیم که این بی‌ثباتی رو در واقع هست. ولی من میگم که مشکلات ما اگه شما 10 تا بخواد اینجا انجام بشه، دور ولایت خودشونو بازدایی کرده، دوباره یک جای دیگه 50 تا آسیب به این مملکت زده. شما یک تعداد دیگه، یک نسل دیگر دارید که قربانی یک توهم 10% میکنید. من یه چیزی در حالا در یادداشت‌های روزانه‌ام نوشتم، عذر میخوام واقعا
دغدغه دوستان اصلاح طلب و کاملا باشون آشنا هستم. من میدونم احترام میزنم اگه حرف میزنم راجع به اندیشه و رفتاره، ولی گفتم حالا خودم نوشتم، گفتم واقعا یه مش ارزن فرضی این میزان جیک جیک لازم داره؟ یعنی ما اینطوری قراره، من نمیگم بیام بشیم کشور اول جهان، توهم دوران شاه را نداریم، نمیدونم تمدن بزرگ بشیم، پنجمین قدرت نظامی بشیم، یه اتفاقاتی بیفتیم. من میگم از این چاله چوله‌ای که افتادیم و این چیزی که ولایت اجازه نمیده انسداد سیاسی با ادامه این استمرار و ادامه اون جز یک نسل دیگه، یک سالای دیگر رو دوچار توهم شدن و ناامیدی شدن هستش. بله. اگه میتونن خب بیان بگن ما اینه، یعنی شرایط رو روشن بکنن. من دو تا سوال میپرسم اگه منظم بکنید به پرسشایی که آقای قادری داشتن. یکی اینه که به نظرم برای کسایی که میخوان، یعنی مسئله شون عدم مشارکت، الان سمت عدم مشارکت رو انتخاب کردن، یه مسئله اینه که تا کجا این انتخابات بسته بشه یا توان چانه زنی منتخبانش کاهش پیدا بکنه. ما میگیم هنوز از امکاناتش استفاده میکنیم و یه جا بعد دیگه میگیم نمیارزه. اینو خیلی صریح به تو میگم، تو این انتخابات اگه آقای پزشکیان نبود هیچ ارزشی نداشت مشارکت کرد. نه میخوام متر و معیارشو بدونیم چیه. و سوال دومم شما... چون مرتبطه با اولی عذر میخوام اینم من بپرسم. یه نکته دیگه اینه که بالاخره کسانی که حامی مشارکتن موافق باشن یا موافق نباشن، 60% مردم مشارکت نکردن. آیا در این شرایط بهتر نیست روی امکانات هویت بخشی یا هر صورت دیگه ای امکانات این استفاده بشه به جای سرمایه گذاری بر امکان؟ چون اگه دولت ضعیف هم حالا فرض بکنید با اراده مثبت ولی مثلا با 10 میلیون بره، این احتمالا تو همون فرآیند چانه زنی هم توانمندی نخواهد داشت. برداشتم درسته؟ ببینید اون 60% که مشارکت نکردن، اونا که صداشون هست، شما ببینید مفروض آقای دکتر اینه که اگه اون 60% نیاد یه روزی هم بشه 80%، هیچ وقت 100 که نمیشه که. بالاخره حاکمیت اون 20% خودشو داره، 20% 25% خودشو داره، درسته؟ پس حالا فرض کنیم در ایدئالش اصلا انتخابات 15 تیر پس و جمعه این هفته 80% جامعه ایران مطلق شرکت نمیکنه، با 20% آقای جلیلی میشه رئیس جمهور. فردا شما چه امکانی دارید؟ و سوالم اینه، اون پوسته ای که آقای دکتر میگن، این پوسته پس روز جمعه، یعنی از شنبه شروع میکنه اون پوسته ریختن؟ نه، اون پوسته در افراطی ترین شکلش خودش رو بازسازی میکنه، با قدرت نظامی احساس تهدیدش بیشتر میشه، چون احساس میکنه خب 80% جامعه باهاش نیست. شما خودتو بذار جای اون پوسته قدرتی که 80% جامعهش مشارکت نکرده، چیکار میکنی؟ خب ناشی از احساس تهدید اولویت اولت میشه امنیت و بقای خودت، و در اون امنیت و بقا هزینه نظامی تو میبری بالا، هزینه امنیتی تو میبری بالا، سازمان زدایی از جامعه رو شروع میکنی، همین اینترنت ها هم میبندی برای اینکه این 80% نتونن با هم هماهنگ باشن، اون مثلا ذهنیت ولایت مدارم بپره، و تمام رانت های اقتصاد رو منتقل میکنی به همون 20% که قراره از حفاظت کنن. غیر از اینه مگه؟ بله غیر از اینه. غیر از اینه؟ من متعانه غیر از اینه. خب این تجربه بقیه دنیا هم همینه. هم تو آقای دکتر میگن که ما یه کیس خاصی هستیم در دنیا و فقط این کیس ها برای ما، اگه چون ببینید با این نگاه آقای دکتر بگیم ما کل تاریخ جامعه شناسی تطبیقی تاریخی رو باید بندازیم دور، چون چیزی همه چیز فقط مختص به ایرانه. ببین وقتی حکومت ها احساس تهدید بقا میکنن، رانت هاشون رو بین همون گروه های طرفدار خودشون توزیع میکنن. شما تو همین 10 سال گذشته هم همین رو دارید میبینید، در از حکومت رانت هاشو بین حامیان خودش توزیع میکنه. دانشگاهش هم آقای دکتر بازنشست میکنه، یه استادی میاره که گوش به فرمان خودش باشه، تو وامش هم به همونی میده که گوش به فرمان خودش باشه. ببین در شرایط نزاع نخبگانی و نزاع بینه، گفتم قبلا وضعیت صلح مسلح، ما در یه وضعیت صلح مسلحیم، صلح مسلح بین مردم و حکومت، حکومت و جهان.
توی همچی صلح مسلحی هیچ توسعه ای هیچی شکل نمیگیره غیر از اینکه شما تهدید بقا دارید و تهدید امنیت دارید و دائما حکومت امنیتی تر و ترسوتر میشه. خب شما باید یه وضعیتی پیدا کنید که از این یک شرایطی پیدا کنید که از این وضعیت بیاین بیرون، یعنی یه وضعیتی که در یک ثبات اجتماعی سیاسی نسبی بتونید بر سر مجموعه ای از توافقات، این توافقات هم مذاکراتیه و معاملاتی. مذاکراتیه به این معنا که شما مذاکره میکنید بر سر توافقها، از جمله مثلا توافق این که فرماندهی نیرو انتظامی مال رئیس جمهور باشه یا زیر مجموعه وزیر کشور باشه، توافق بر سر این که فیلترینگ رو بردارین یا کمش کنین، توافق بر سر این که وزارت خارجه عنصر تعیین کننده تری در مسئله های سیاست خارجی باشه، این توافقاتیه و مجموعهش هم معاملاتیه. معامله هم تو سیاست خیلی روشنه، معامله سیاسی، معامله در مثلا ثبات در مقابل امنیت، ثبات در مقابل بقا، حمایت در قبال امتیازات بین جامعه. ببین ترکیبی از این مذاکره معاملاتی است، هیچ تضمینی هم برای انتهاش وجود نداره، هیچ کسی هم تو دنیا نمیتونه این تضمینه رو بده. در هیچ عرصه ای از سیاست شما نمیتونید، چون یه بخشش وجه شخصیه، اصلا اون کسی که میرید باهاش مذاکره میکنید یه جایی میزنه زیر میز، مثل اونایی میمونه که تو برجام میگفتن که آمریکایی‌ها چه تضمینی دادن، تضمین پشتوانش توازن قواست. آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، از یونسکو هم خارج شدن، از معاهده ایندو پاسیفیک هم خارج شدن، پس اژیا پاسیفیک هم خارج شدن. ببینید داستان توازنه ساختنی است، توازنه موجود نیست که. اون مذاکره معاملاتی هم وقتی امکان پذیره که شما بخشی از قدرت باشید. روز شنبه هفته بعد اگه پزشکیان و مجموعه طرفدارانش اصلا تو قدرت نباشن، سر چی مذاکره و معامله کنن اصلا؟ ببینید اون مذاکره معامله وقتی امکان پذیره که شما بخشی از قدرت باشین. وقتی اصلا بیرون قدرتین، راست میگن آقای دکتر، این بخشش رو راست میگن، اگه شما بیرون قدرت باشین و هیچ نقشی در درون قدرت نداشته باشین، همون انتظار رو به افق خیره شدن منتظر باشین ببینین چه اتفاقی میفته، یعنی بیرون اومدن تا اون پوسته بریزه. و ایشون میگن که اون 15% خودشون هم قبول دارن، اون 15% 20% میتونه به شکل نظامی کشور رو برای دهه ها اداره کنه. چون اینجاش دیگه اقلا من اینو با خودم مجاز میدونم، میگم آقای چارلز تیلی این انقلاب‌های اروپایی رو از 1492 تا 1992 بررسی کرده 500 سال. یه جمله خیلی روشن داره، میگه در جایی که حکومت مستقر انگیزه و توان سرکوب داشته باشه هیچ تحول بزرگی رخ نمیده. یعنی اگه او 20% 15% این کره شمالی هم انگیزه شو داره هم توانشو، هیچ تحولی نه انقلابی نه غیر انقلابی رخ نمیدهد. برای این شما بازی توافقات و بازی معاملات و تعاملات و خلق قدرت، ببینید ایشون کلن ماجرای این که مثلا یه دفعه 20 میلیون نفر پشت رئیس جمهور وایسن و خلق قدرت کنن و نادیده میگیره، این که رئیس جمهور رئیس 10 تا شورای عالیه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش داره در گزارش دادن، در گزارش دادن به مردم، در بودجه بستن، در توزیع بودجه ها. بله شما میگین که همون لحظه اول آیا میتونه رو بودجه نظامی ها اثر بذاره؟ احتمالاً نه، ولی در یه پروسه سیاسی این پاسخش میتونه مثبت باشه. میبینیم کل فرایند سیاست ورزی رو به معنای ساختن مجموعه‌ای از مذاکرات، توافق‌ها و معاملات رو نادیده می‌گیریم، وای می‌سیم اونورش می‌گیم که این تضمین اینها چیست. و بعد یه سوال که پرسیده میشه، آیا ایشون حاضر استعفا بده؟ ببینید مسئله استعفا دادن یه رئیس جمهور چه معضلی رو حل می‌کنه غیر از برانگیختن خشونت؟ یعنی شما در درون قدرت اگه نتونستین، یعنی بهتر نیست در درون قدرت به مجموعه ای از ابزارهاتون کم نیستن، 18 تا وزیرن، 31 استاندار، هزاران آدم مدیریه که هر کدومشون تو جای خودشون میتونن اثر بذارن، حتما این اثرات تجمیعی و کوچک کوچک خواهد بود به نسبت مسئله هایی که پیش رو دارید و به نسبت مسئله هایی که ایران روزه. مثلا مسئله آب خیلی مسئله سیاسی نیست،
ولی شما اصلا هیچ راهبردی براش ندارید و این آب داره این کشور رو اصلا ماهیت تمدنیشو داره تهدید میکنه. یعنی خیلی اگریگیت مواجه میشن با این مسئله و نوعی از تضمین رو میخوان این دیدگاه نزامن آقای دکتر. و بعد مسئله اینه که ببینید اون راهی که پیشنهاد میکنید آقای دکتر مسیرش رو نمیگید. یعنی من نمیفهمم چگونه با مشارکت نکردن این پوسته خودش خوش میشه میفته درست میشه. این پوسته میتونه تا یعنی اون ضرب المثلی که میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست در عرصه سیاست درست نیست آقای دکتر. در عرصه سیاست بالاتر از هر سیاهی میتونه رنگی باشه. فلاکت یعنی کشورها هستن هی دائما بدبختر شدن گفتن از این دیگه بدبختر نمیشه بشی. میشه شد. من نمیفهمم شما وقتی میگین مشارکت نکنیم چگونه اون پوسته خودش درست میشه. چگونه اون پوسته یعنی میره در اتاق میبنده رو خودش فکر میکنه به کارهای بدش فکر میکنه بعد نتیجه میگیره که ها من خیلی کارهای بدی کردم که نه مردم نیومدن بعد میرم خودم رو درست میکنم. و بعد نکته بعدی وقتی خودش فرو میپاشه جایگزینش چیه آقای دکتر؟ جایگزین فروپاشی اون پوسته چیه؟ بله بفرمایید. و اگر جمع‌بندیتون هم شما دخیل بفرمایید که بعدش هم جمع‌بندی جمع ببینید اول که آینده در هر دو طرف روشن نیست. یعنی اینطور نیستش که بگیم ما با بحران‌های زیادی روبرو بودیم و روبرو خواهیم بود. یعنی هر کدومش که شما انتخاب بکنید. یه نکته ای رو آقای دکتر روش تاکید میکنن من دوست دارم چند جمله راجبش بگم. یعنی فرض بر این میکنن که حاکمیت با محوریت آقای خامنه ای یک حاکمیت در واقع متسلب و ماندگاره. من معتقدم حاکمیت بالاخره میخواد کشور رو اداره بکنه و نیاز به رضایت بخشا و رگه هایی از جامعه داره. یعنی هیچ حاکمیتی در حال حاضر نمیتونه در اساس بگه که من بی توجه به رضایت مردم کشور هر جور که دلم خواست اداره میکنم. این شدنی نیست. یعنی نه خود اونها یه همچین ذهنیتی دارن نه شدنی است. من معتقدم که الان خود بحران در داخل عناصر داخل حاکمیت هم وجود داره. من مثلا وقتی راجع به سپاه صحبت میکنم این اعتقاد هم دارم که من راجع به نهاد سپاه دارم صحبت میکنم شاکلش رو میگم ولی اینو نظرم هست که حتمی نیروهایی در خود سپاه هستن که به تغییر فکر میکنن و منتظرن که در واقع در یک شرایطی تغییر رو بتونن انجام بدن. منظور از تغییرم لزوما کودتا اینا نمیخوام بگم. بگن اینطوری نمیتونیم اداره بکنیم. بدونید مثلا اون تراستای مالی که در داخل حاکمیت از رانت استفاده میکنه بخواد یه جور باید پولش رو هزینه بکنه دیگه سود داشته باشه باید یه کار رو انجام بده. الان بسیاری از مالهایی که تو ایران داره میزنه مگه مال کیاست؟ یعنی بالاخره ما مجبورم با اقتصاد داخلی هم هماهنگ کنن دیگه. الان شما ایران یکی از پرمصرف‌ترین در واقع کشورهای راجع به لوازم آرایشی است. مثال خیلی ساده از یک طرف تو خیابون زنها رو میگیرن از یک طرف پرمصرف‌ترین کشورها هست. کیا دارن تأمین میکنن؟ کیا بسیاری از این در واقع وضعیت اقتصادی رو از خورد و خوراک گرفته تا ماشین‌آلات گرفته تا جای دیگه اونو بالاخره با جامعه سبب یه جون ماشینشو بتونه بفروشه. نمیتونه بگه فلاکت مردم برای من مهم نیست. باید بتونه در واقع یک جا حس حرمت خودش، اقتصاد خودش، سرمایه خودشو باید بتونه به کار بندازه. اینطور نیست که بگه نه مردم من احتیاج ندارم و حالا هم که اجازه میدم شما رأی بدی یه لطفی به شما. اونا میخوام بگم بحران در داخل اونا هم هست. اونا اگه اصرار میکنن مردم رأی بدن بخاطر که بحران حس میکنن. به اضافه اینکه واقعا خود آرا همی که احساس بکنن مورد حرمتن براشون دوست داشتنی است. اگه آقای دکتر نگه بازی امر ذهنی است، یه امر انسانی است. من میخوام بگم اول که با این محروم کردن اونها از این در واقع وضعیت ها هست، بردن بحران به داخل هیئت حاکمه هست، ریختن در واقع بسیاری از عناصر داخلی هیئت حاکمه هست و این کارا انجام میشه. از این طرف حالا اومدیم و فرض بکنید که کاندیدای ایشون اومد و رئیس جمهور شد. من باز میگم که این پازلی است که وابسته است به جانشینی که یک جمله من از آقای دکتر نشنیدم. یعنی اعتقاد ندارم این رها شده باشه.
نمیخوام نسبتی هم به کسی بدم، من اطلاعات ریز و در واقع درونی از وضعیت ندارم، ولی میگم عقل سلیم، عقل سیاسی نمیپذیره که بگه ما ریاست جمهوری رها میکنیم، جانشین هم یه امر جداگانه ای هستش. یعنی کسانی که برای نقشه بلند ایران دارن فکر میکنن راجع به اینا اندیشیدن که دارن این کار میکنن. همین که حالا به تعبیر باز ایشون عزه دادن که نامزد مورد علاقه ایشون هم حضور داشته باشه، شاید فکر کردن که بالاخره ما با آرای مردم هم نیاز داریم. یعنی احساس نکنید که اونا میتونن یک جای بسته باشن، یه عده باشن. اینطور نیستش. یعنی کشوری مثل مال ایران قابلیت اداره بلند مدت از سوی یک گروه بسته بدون مشارکت مردم، مشارکت صرفا در صندوق‌های آرام در امور اقتصادی، فرهنگی، نمیدونم غیره غیره رو در واقع نداره. ما داریم بهش نفس اضافه میدیم. معرفم در اینجاست. من اعتقادم به اینکه در اینجاست. ما داریم نفس میدیم و این تبعات خاص خودشو به همراه خواهد داشت. بازشون به من میگه من بسن سر ضمانت نیست، سر اونا وقتی که هر کاندیدایی که هر ریاست جمهوری که وارد این چالش بشه، چالش برای مردم که نیست، برای حکومت هم هست. شما خودتون نگاه بکنید، همین الان بین اصولگرایانی که وجود دارن که باید فرض بر این باشه که یک جبهه واحد باشن، چند تا کاندیدا دادن و چه دعوایی با هم دیگر داشتن، چه زده خورده در واقع شدیدی با هم دیگر داشتن. اینطور نیست که یک دست باشه بگه باشه این انجام میشه این بشه، حتی یه ده هم دیگه اینطوری اداره نمیشه. یعنی بالاخره شما یک جایی باید افکار عمومی رو متمایل به خودتون بکنید، یه عده رو موافق خودتون انجام بدید. من معتقدم که این بحران رو در اونجا شدت میبخشه و این چیز کمی نیست، اینو نادیده نگیریم. به اضافه اینکه به مردم وقتی که اومدن 37 میلیون به اینجا رسیدن، یه تعداد دیگه برسیدن، به اینا هم توان میده. یعنی اینا هم چیزایی نیستش که در واقع بشه ازش برکنار بود و بگیم که خب اینا رو هم نگاه نمی کنیم. من خلاصه حرفام اینه، در این حال صبر میکنیم ببینیم جمعه چه اتفاقی میفته و چه چیزایی پیش میاد. بازم میگم حرفایی که من میگم دغدغه دوستان اصلاح طلب و در واقع درک میکنم، دغدغه‌های منم اینه. من معتقدم که باید این عبور صورت بگیره و این ماندگاری به ضرر ایرانه. بله، جامعه فاضله. آقای دکتر میگن که مشارکت نکنیم به یه نقطه میرسه، چون اونا بالاخره باید سطحی از توافق مردم رو داشته باشن دیگه، نکته خودشونه، بالاخره میخوان مالاشون خرید توش بشه، لوازم آرایش فروش بره، بالاخره مردم باید در این زندگی مشارکت کنن. یعنی اگه درست فهمیده باشم نکته آخرشونه، اونا به یه نقطه میرسن که مجبورن بیان ما مردم رو مشارکت بدن، درسته؟ فکر میکنم همینه دیگه آقای دکتر. نه، یه ادامه هم داره که من توضیح ندادم. ببینید اتفاقی که داره میفته، چون مربوط به بحث نیست توضیح ندادم، آقای خامنه ای سنش بالاست. یعنی هر من رو جانشینه تاکید میکنم، ممکنه بعضا دیگران حتی گفتم در درون سپاه، در درون حتی خود نیروهای اصولگرایی دفاع کنه، آقا این نمیشه، یعنی امکان نداره، ما حتی باید از این بگذریم، از نو بازسازی حتی دینی اون رو انجام بدیم، اخلاق سیاسی اون رو انجام بدیم، اجازه بدیم دینی خلوص بیشتری پیدا بکنه و غیره. شما الان نگاه بکنید که از منتقدات جدی در درون حاکمیت روزنامه جمهوری اسلامی هم. مثال دارم میگم و از اینا کم، یعنی تو نیست که اونها یه مجموعه به هم پیوسته، حال چه در زمان آقای خامنه باشه چه بعد از ایشون باشه، اینا بالاخره گزارش داره صورت میره. ولی اینا بحثی است که خیلی طولانی است، به جای دیگه هم برمیگرده. ببین این که حکومت ها از هم گسسته و چند دسته ان، این که ویژه همه حکومت هاست. یعنی شما هیچ حکومتی در تاریخ وجود نداشته، الان هم وجود نداره که حکومت یک دستی باشه. حتی تو توتالیترهاش هم، مثل مثلا حکومت شوروی هم، بالاخره جناح‌های مختلف حزب کمونیست وجود داشت و چین امروزش هم همین جوریه. برای این تعارضات در درون حکومت‌ها وجود داره، همشون دارن. سوالم در اصل اون انتهای بحث اینه دیگه که ما وقتی هی مشارکت نکنیم، مثلا من فکر نمی‌کنم از مثلا از 85% بیشتر بشه، بالاخره 15% حکومت طرفدار داره. این 85% که مشارکت نکنن چه اتفاقی میفته؟ او پوسته یا میره سمت نظامی اقتدارگرا شدن
و با نظامی اقتدارگرا شدن، یا شما وارد جنگ داخلی میشین، یا وارد سالها و دهه‌ها مثلا یه حکومت نظامی میشین، و وقتی هم نظامی اقتدارگرا به اون شکل توتالیتر بشه دیگه غیر قابل اصلاح هم میشه. یا حداقل من تصورم اینه که غیر از نظام‌های توتالیتر بقیه‌شون قابل اصلاحن، حالا با خون دل و با بدبختی. ولی وقتی اونجوری هم شد دیگه، نظامی اقتدارگرای توتالیتر شد دیگه، حالا قابل اصلاح هم نیست، فقط میمونه مثلا این موضوع حمله خارجی و جنگ داخلی و این چیزا. خب حالا فرض میکنیم 80% که مشارکت نکردن، بعد حکومت میاد میگه که میخوایم مذاکره کنیم دیگه، درسته؟ چون حکومت ها هم که همینجوری خودشون رها نمیکنن برن، که تا آخرین لحظه‌ای که توان داشته باشن میمونن، خصوصا اگه توان و انگیزه ایدئولوژیک داشته باشن، میاد سر مذاکره، درسته؟ خب اون سر مذاکره همین الان نمیتونه باشه. مذاکره در شرایطی که توان کشور هنوز به نقطه صفر و منفی نرسیده. من به گمانم از اساس تایید کردن یه آدمی مثل پزشکیان بعد از 1400 که حکومت رفت تو یه دستسازی، و بعد از انتخابات 1402 که مشارکت در تهران رسید به 8%، یه پالس نقطه آغاز برای توافق سازی و مذاکره است. ببینید اگه روی کرده حکومت این بود، میتونست آقای پزشکیان هم تایید نکنه، اتفاقی میافتاد به نظر شما؟ نه تو هم بالای 40 هم 35-36% مشارکت رخ میداد، و دوباره یکی از بین همون چهارتا، حالا آقای پور محمدی هم میذاشتن کنارش تو اون چارتا، یکیشون میشد رئیس جمهور، احتمالاً هم همین آقای جلیلی میشد، یعنی با همین مدلی که الان داریم هم آقای جلیلی میشد رئیس جمهور. به گمان من، ببینید نقطه‌ای که الان آقای پزشکیان وایساده پیام مذاکره است، و این پیام مذاکره بستگی داره شما چگونه اون تئوریه رو صورت بندی میکنین برای اینکه با حکومت میخواین وارد معامله و مذاکره بشین. چون سیاست ابزارهای زیادی رو میزش هست دیگه، از اعتصاب و خشونت و تا معامله و مذاکره و اینا همه چیز روش هست. خب این به نظر من نقطه آغاز معامله و مذاکره است، و جامعه ایران چیز زیادی از دست نمیده، یه چیزایی به دست میاره، من جمله 10%-20% بهبود تو خیلی از عرصه ها، یا ظرفیت مذاکره کردن. وقتی شما اساسا در اون صحن شورایی نیستین که دارن دراتون تصمیم میگیرن، حالا تو شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح نور و حجاب، نمیدونم تو شورای عالی پول و اعتبار درباره هر چیزی دارین، وقتی نیستین از اساس توان مذاکراتی ندارین، ولی وقتی اونجا هستین میتونین مجموعه ای از انجمنهای مدنی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاه‌ها و اینا رو بسیج بکنید برای یک توان مذاکراتی، قبل از اینکه کشور به اون نقطه‌ای برسه بی بازگشت. و یادمونم باشه آقای دکترم وقتی میگن مشارکت نکنیم، در انتهاش نوری نشونمون نمیدن ها، خودشون هم میگن، میگن چه مشارکت بکنیم چه نکنیم، انتهاش ما خیلی بحران داریم، حالا هم داخل هم مسئله تحریم ها در بیرون، چون این تحریم ها هم صرف نظر از اینکه چگونه به وجود اومدن امروز طرفدار زیاد داره، از اونی که کاسب تحریمه، از کشورهایی که میخوان شما تحت تحریم باشی تا تضعیف بشی، تا اونی که تو سیاست خارجی آمریکا تو کنگره اصلا با تحریم شما رأی میاره، تا لابی اسرائیل که توی کنگره آمریکا و تو سیاست خارجی آمریکا تأثیر داره. یعنی اینجوری نیست که شما به راحتی مثلا با سیاست‌های صرفا اینور میتونید از اون چاله در بیایید. خب حالا ما دو تا استراتژی داریم، یه استراتژی در دو حالتش که من آقای دکتر من میگم ما هم کلی بحران داریم با مشارکت، ولی یه ابزار داریم تو قدرت که بر سر حل مسئله هامون مذاکره کنیم. آقای دکتر هم میگن که چه مشارکت کنیم چه نکنیم، ته تونل فعلا نوری مشخص نیست، همه خلاصه بحران ها سر جاشه. من حرفم اینه با مشارکت مجموعی از ابزارها و قدرتی به دست میاریم که امکان توافق و مذاکره، این مذاکره و توافق و معامله رو بهمون میده، و خیلی هم هزینش این نیست که شما فکر کنید که دوباره 4 سال مردم ناامید میشن. مردم همینجوری ناامید هستن، و با اومدن یکی مثل آقای جلیلی موج مهاجرتی بدتر خواهد شد، فرار سرمایه بدتر خواهد شد، ظرفیت جنگ و اینا هم هست، و بنابراین اینجوری فکر نکنید که فردای اینکه مثلا شنبه آقای جلیل رئیس جمهور باشه مردم امیدوار میشن.
نه، من پژوهش مهاجرت که انجام دادم قشنگ نشون میده از 1400 به بعد میزان ناامیدی کسانی که با اینکه حکومت یه دست شده بود، میزان ناامیدی، خشم و عصبانیت مهاجران خیلی بیشتر شده. فردای انتخابات 15 تیر هم اگر آقای جلیلی باشه حتما از اینی که هست بدتر میشه. بنابراین دو سوی ماجرا اینجوری نیست که یکیش سبب ناامیدی مردم از مثلا انتخابات میشه، یکیش سبب امیدواری میشه. چون اون مدلی هم که آقای دکتر میگن انتهاش این نیست که اونجور که ایشون میگن ما خیر خواهیم. منم معتقدم آقای دکتر خیلی خیر خواهی کشورن است و اصلا دو طرف، یعنی من الان به نوعی فکر میکنم یه ائتلافی بین همه اون 80% وجود داره که همشون داره برای ایران چیز میکنن، ولی دو سوش پیچیدگی های خودشو داره. من استدلالامو گفتم برای اینکه در قدرت بودن ظرفیت مذاکراتی معاملاتی بیشتری به مردم میده و البته حتما تضمین نشده، چون در یه چارچوب تطبیقی فکر میکنم هیچ کجای دنیا سیاست بیرون از توازن قوا هیچ تضمینی براش وجود نداره. بسیار خوب. من به نظرم حالا تو گفتگوهای دیگه هم مشابه همین رو تجربه کردیم. ما یه نزاعی بین یک سری اصلاحات بلند مدت استراتژیک و مهم و ظرفیت‌های کوتاه مدت و فعالیت‌های تاکتیکی وجود داره که یه توازنی هم دارن استدلالا، یعنی برای هر کسی که من فکر می‌کنم این مسئله مشارکت عدم مشارکت براش اهمیت داشته باشه، بین این دوتا رفت و برگشت می‌کنه. البته این گفتگو هم کمک می‌کنه طبیعتاً اونا افرادی که میخوان انتخاب بکنن یه جعبه ابزاری، یه منطقی، یه چارچوبی داشته باشن، بتونن بر اساس اون تصمیم بگیرن. شاید هم خیلی هم بد نباشه که آدم ها تصمیم های متنوع بگیرن، یعنی یه بخشی یه دیدگاه رو انتخاب کنن مشارکت نکنن، یه بخشی هم این دیدگاه رو انتخاب کنن که مشارکت کنن برن چانه زنی بکنن. شاید ترکیبش هم ترکیب بدی نباشه. اتفاقا خیلی هم خوبه، بخشی از فرایند گفتگوی اجتماعیه که از مشروطه به بعد صورت گرفته. یعنی ما حالا یه 120 سال درگیر این گفتگوه بودیم دیگه، حالا به صورت‌های مختلف ادامه هم پیدا میکنه و دوتاش هم پر از ابهام و پر از مسیرهای خطرناک و پر از مشکلات. حالا اگه ما در نهایت ملت ایران موفق بشن یا موفق نشن، احتمالا یه سوژه مطالعاتی خوبی برای حوزه جامعه شناسی سیاسی خواهیم بود. دست شما درد نکنه جناب قادری، جناب فاضلی. برای من قابل استفاده بود، خیلی خوب بود. همین امیدو دارم برای شنونده‌ها، بیننده‌ها هم به همین صورت بوده باشه. من تشکر میکنم آقای دکتر قادری، سنی، کسوتی، همه چیز استاد من هستن، قبول کردن که اصلا در این گفتگو من پیششون باشم. و من دانشگاه تربیت مدرس دانشجو بودم و دورا دور هیچ وقت شاگرد مستقیمشون نبودم، ولی آثارشون و کتابهاشون و دغدغه‌مندی‌ها و دلسوزی‌هاشون و میشنیدیم از کلاس‌های پربارشون و حسرت اینکه هیچ‌وقت سر کلاس اندیشه سیاسی و بقیه مقولاتشون نبودم. خیلی ممنون آقای دکتر که پذیرفتین اصلا تو این سطح با هم گفتگو کنیم. سلامت باشید. دست شما درد نکنه جناب قادری، جناب فاضلی. خسته نباشید. موفق باشید. خسته نباشید.